برداشته بشه. از آقای دکتر بنی‌صدر خواهش میکنیم که با سخنرانی خودشون شروع کنیم. متشکرم. امیدوارم که این بلندگو کار میکند و صدا و رسا میشود برای شما. اون است که صدا بلندگو کاری هم نکنه. چرا کار بسیار بهتر. عرض کنم که تحت عنوان موانع فرهنگی جنبش همگانی در ایران 18 مانع رو بلندتر خب بسی کار نمی کنید جنب الان کار بعد حالا کار می کنید بازه شد نه را می گفتم که تحت عنوان موانع فرهنگی جنبش همگانی در ایران 18 مانع رو یادداشت کردم برای شما گفتگو کنم، اما در 40 دقیقه به زحمت بشود 3-4 تا از این موانع رو توضیح دادم. پس این شروع می کنم به موانع و از اینجا شروع می کنم که مانع اول و عمومی اعتیاد و معتاد شدن و عادت کردن عقل است به توجیه، و در رژیم هایی که استبدادی هستن و مردم تحت استبداد زندگی می کنن انسان ها خو می کنن به توجیه. عقل به طور طبیعی کارش خلق است، ایجاد است، نه توجیه. اگر شما یک مطلبی رو بگویید که راست باشد محتاج توجیه نیستید. حقیقت از همینگی ها شب است، کسی هم از شما توقع توجیه نمی کند. اما اگر خواستید بگید که الان روز است، ولی که تاریک و شبه، اون وقت محتاج این میشوید که توجیه کنید. در واقع این دروغ است که محتاج توجیه میشود و این قدرت است که محتاج توجیه میشود. و در حق هیچ احتیاجی به توجیه ندارد. نفس که آدمی میکشه میره دنیا، هیچ هم از ما نه میپرسه نه ما از خود میپرسیم حالا چگونه، چرا و به چه ترتیب ما اینطور نفس بکشیم یا اونطور نفس بکشیم. ولی اگر شما بخواید همین نفس کشیدن رو مانع بشید، اون وقت ناچار براش توجیه باید بکنشید. این از مهمترین موانع جلوگیری کننده از جنبش همگانی است برای هدفی که هست استقلال و آزادی. برای مثال فرض کنید به اینکه حالا میخوان این با این رژیم جامعه ایرانی طرف است. خب این رو یا مردم ایران باید که جانشین کنن با مردم سالاری، یا به اینکه یه قدرت خارجی این رو برداره. حالا باید به مردم ایران بگوی آجون این شما خودتون هستید باید که این همت رو بکنید و این رژیم رو بردارید، وگرنه استقلال نخواهید داشت. عراق نگاه کنید، افغانستان نگاه کنید. ها چون نه، اگر ببینه که این مشکل داره دیگه، جنبش طرف مقابل هم سرکوب میکنه، هیچ اندازه هم در جنایت نگه نمیداره. و از شروع میکنه به توضیح. خب اولا که اینا خیلی خطرناکتر از رژیم شاهی و توجیه هایی که میزن. ما اگر بخواییم با این رژیم طرف بشیم خیلی آقا همه رو میکشن. اینا نصف ایران هم بکشن خم و عبرو نمیادن. یا خب حالا فرض کنیم ما آمدیم و اینا رو بردیم، خب ایران شد افغانستان چه کنیم؟ بعدش چه میشه؟ یا
آقا کی آخه افتاد که به ما بیفتیم دنبالش؟ یا ما آقا انقلاب کردیم دیدیم دیگه نمیخواییم. ما انقلاب نمیخواییم. ما میخواییم آرام به تدریج این رژیم رو تحول کنیم. استدلال اصلاح طلبان اینطور است. خب این ناچار تو همین ها توجیه. و تا وقتی یک جامعهی تصمیم نمیگیره، چون توجیه ما نست که تصمیم بگیره، هدفشو تعیین نمیکنه، دقیق روشن که چی میخواد، چون توجیه مانع است اینکه تصمیم بگیره. اگه تصمیم گرفته این رژیم رو جانشین کنه با مردم سالاری دموکراسی، اون وقت باید به دنبال کار شروع میکنه به توجیه کردن که خب آخه خب حالا اونهایی که دموکراسی هم چی گلی به سرشون زدن که ما آخه و یه از این روز به فردا آقا اینجا دموکراسی میشه. و فراوان از این توجیه ها عقل میسازه برای اینکه عمل نکنه. و در حال حاضر این مسئله عمومی است. همین جز این اسنادی که به ویکیلیکس انتشار داده یک سندی است، یعنی گزارش است، که بنام بر اون گزارش آقای هاشمی رفسنجانی به یکی از نزدیکان خود گفته است که آقای خامنه‌ای سرطان خون دارد و تا چند ماه دیگه خواهد مرد و برای اینکه ایشون جانشین او بشود تدارک می‌بینه که جانشین او بشود. این قسمت شد لومون انتشار داده بود، من اطلاع داشتم. در راه که می‌آمدم به طرف آلمان تلفن دخترم تلفن کرد که متن انگلیسی این سند چیزای اضافه دارد. اون چیز اضافه این است که این رهبران جنبش سبز بنا ندارن که مردم رو دعوت به حرکت و جنبش و اینها بکنن، بنا دارن که آرام کنن که مشکل ایجاد نشود برای کار آقای هاشمی رفسنجانی. یعنی در واقع برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی در صورت مرگ آقای خامنه‌ای فعلا میگه با چند ماه یک سال بود، یک سال چند ماه شده داره، برای اینکه او جانشین این بشود این جامعه ایرانی در جنبش باید جنبش رها کنه به اصل انتظار. و این توضیحات که عرض کردم توجه می فرمایید که چقدر این اعتیاد به توضیح برای آدمی و برای جامعه آدمی هم بهاش سنگینه. در زندگی روزمره هم همینطور ها، ایدان وقتی نخواد کارش انجام بده برای اینکه کار انجام نده توضیح می تراشه، چون باید این برای خودش مشروع بکنه. و اگر این عقل توجیه کرد، نه جای خودشو بده به همون عقل طبیعی آزاد که کارش خلق است و ایجاد است و ابداع است و ابتکار است و تصدیق حق است و تکذیب ناحق است و اینها، اون وقت فضا باز میشه. میگه آقا این رژیم حق ناحق تکلیفش معینه، ناحق یا حق تصمیمشو میگیره، ناحق باید بیسته باش مبارزه کنه، میره رو خط مبارزه و مشکل حل میشود. یک مسئله هست در مورد عقل توجیه کرد، چون یه اکثریت بزرگی بی تفاوت ها میشن. یا آقا ما به سیاست کاری نیست، مثل سیاست که همش تقلب است و فوش است. بله ایرانی ها که کلمه فوش هم میکار میبرن، میگم پدر سخته نیست. بله ما رو باید سیاست کاری نیست، فکر هم میکنن که چیزی از دست نمیدن، زندگیشون رو برن میکنن. یعنی عقل توجیهگرشون اینجور برشون توجیه میکنه. بله آقا تو معلوم حالا فرض کنید شما با اینا مبارزه کردید، اینا رفتن یه دست دیگه آمدن، همینه
قدرت که جهان شموله، همه جای دنیا قدرت. اینجور نیست که شما دولت برداری جاش خالی بمونه، تو باز دوباره دولت به اونم قدرت. همین هاشو همین کاسه اون زندگی تو بکن. اینجوری خود چه توجیه میکن؟ اما این عقل غافل میشود از بهای بسیار سنگینی که این آدمی بیتفاوت یا آدمهای بیتفاوت میپردازن. سنگین در این بها رو اونها میپردازن. چرا؟ به دلیل اینکه اونی که مبارزه میکنه، خشونتهایی که دریافت میکنه از رژیم معلومه، سرکوب است، دستگیش و شکنجه است، ناسزاست، تهمت است، همین چیزا، پرونده سازی این هست. دیگه اون خشونتهای دیگر رو تحمل نمی کنه، مثل اعتیادها، از کنم آسیبهای اجتماعی، نابسامانیهای اجتماعی، اون جو سنگین خشونت که استبداد حاکم میکنه بر جامعه، نه اونا دیگه این تحمل نمیکنه چون در مبارزه است. اما اونی که بی تفاوته همه اینها رو تحمل میکنه، این همه بار او میشود. اگر آگاهان که اونها توضیح بدن که شما بد جوری خود رو توضیح میکنید، چون اگر همه در حق تصدیق کنید و ناحق رو تکذیب و به عمل بر بخیزید، وضعیتتون تفاوت میکنه، جامعتون عوض میشه. این محتاج نیستید به اینکه توجیه کنید این وضعیتی که یک رژیم ستمگری رو، غارتگری ستمگری هست و نیست، کشور رو میبره، تمام دنیا باج میده. حالا شما تو نفت ایران هست و نفت دیدن چی؟ بعد چی میخواید زندگی کنید؟ اینا شما همه اینها رو تحمل میکنه. اگر نه از بی تفاوتی خارج بشوی، اینها رو تحمل که نمی کنی، هیچی با جنبشی که می کنی تحول ایجاد میکنی و خشونت رو ثبت میکنی، جامعه میشه آزاد و در رشد. این در باب مانع اول. با توجه به بعد من به مانع دوم بپردازم که بیشتر از این توقف نکنیم با مانع اول. مانع دوم که از مانع اول ناشی می شود این است که در جامعه های استبدادی، جامعه های اجتماعی قدرتمدار، عقل رابطه مستقیم با واقعیت رو از دست می ده. هر آدمی از راه قدرت با واقعیت رابطه برقرار می کنه. فرض کنید که واقعیت در زندگی روزمره، در زندگی خانواده مثال بیاریم، در زندگی زناشویی، هرگاه رابطه زناشویی رابطه قوی باشه، مثلا فرض کنید که زن تحت سلطه مرد باشه، یا به قول تعبیر جدیدی ها میگویم که مرد زن ذلیل باشه، این تنظیم رابطه از طریق این با واقعیت، از طریق این رابطه است که شما رابطه برقرار میکنید. مثلا این بخواد امروز چه غذایی باید آماده کرد، این میره روی خطی که این غذا چه تأثیری در این رابطه قرار میشه، نه اینکه این غذا چه رابطه با تن شما داره به لحاظ نیاز بدن به فرضیه، و عرض کنم به شما نیاز معنوی انسانی به تغذیه و اینکه برای سلامت آدمی چقدر مفیده. مثلا اگر شما مهمان بکنید، اون چی که اصلا ملاحظه نمی شود سلامت مهمان است، بلکه بیشتر اینکه شما یه رابطه قوایی با او برقرار میکنید. پس به واقعیت از طریق این رابطه نگاه میکنید. حالا شما در سطح جامعه وقتی میاد، اون وقت فاجعه خیلی بزرگ میشه. یک جامعه ای که خوب کنه همه چیز رو در رابطه با دولت ببینه،
در خونهش اگر کسی پاشه میگه جارو نمیکنه، میگه آقا این کار دولته. یا این که چکار بکنه در مالیات سر دولت کلاه بگذاره، یا چگونه از این پول نفت بیشتر سهمی بکار ببره این رادخاری، یعنی همین دیگه. از این رابطه با واقعیت دیگه مستقیم نیست، از طریق قدرت برقرار میشه و میشه رابطه با واقعیت جاشو میده با رابطه به مجاز، یعنی اون چیزی که از طریق او با واقعیت رابطه برقرار میشود خود واقعیتی ندارد، همه زن و گمانه دیگه. شما فکر میکنید اگر این کار بکنید، مثلا فرض کنید به وزارت دارایی تاجر اگر رفت لباس مندرسی به پوش و بگه آقا ما تو برشی کسی نستن کار کاسبی نیستیم، خودتون میدونید نکار از همه این در این با این روش او فکر میکنه که سر مأمور وزارت دارایی به کلا میگذارد، یا اگر روشنه بده فرق میکنه. خب بقیه دیگه در نظر نمیگیره که شما این کلا رو که گذاشتی اون دولت مأمور دولت هم که نمیشه ابلهش فرض کرد، اون هم سعی میکنه که از این کلاهی که شما میخواهید بگذاری سر دولت یه سهمی هم اون ببره، از شما روشن کنه مطالبه میکنه. اون جامعه ای که باید دولت رژیمی که باید با مالیات بچرخه، با مالیات نمیچرخه، باید به چه متکی بشه؟ در مورد ایران به درآمد نفت، به اون چیزی که از واردات به دست میاره، و عرض کنم به شما قرض از نظام بانکی و دولت جا اقتصادهای دیگر. وقت شما میشید جامعه ای که از مایه میخورد، این دیگه یادت میده. یه وقت به خود میاد ببینید که پول نفت هم خوردی تمام شده، جز چند شهر بزرگ که نفس کشیدن درش مشکل است چیزی برای شما باقی نمونده. خب این رابطه انسانی با مجاز، یعنی که از طریق قدرت برقرار می شود، مجاز یعنی امر غیر واقعی ذهنی که آدمی ها می سازند، مانع جنبش همگانی می شود، چون انسان ها نمیتونن با هم رابطه مستقیم برقرار کنن. شما همین در خانواده های ایرانی، ازدواج های ایرانی ببینید، چون از طریق خانواده این ازدواج ها انجام میگیره، نه از طریق رابطه مستقیم بین دو نفری که میخوام زندگی مشترک بکنن. و مجموعه یه روابط قواست بین خانواده ها که تنظیم میشه. اون خانواده هم که جدید به وجود میاد بازم میفته جذب میشه تو این روابط. حالا بخوای با هم همکاری کنید، رابطه مستقیم برقرار کردن مشکل میشه. حالا از لحاظ سیاسی بگیریم، طرف اینقدر خط کشی وجود داره، خط سیاسی، خط سازمانی، خط نمیدونم مذهبی، خط عرش کنن قومی، خط جنسی، که تا بخواد این مرزها رو در بنوردن، انسان ها همدیگر بیابند و با هم عمل کنن، کار بسیار مشکلی می شود. نتیجه رژیم های استبدادی با توجه به این مانع اساس سرکوبگری رو تنظیم می کنن، برنامه سرکوبگری رو، و استمرار دادن به حاکمیت خویش رو، و اینا هم تشدید می کنن. شما اگر توجه بکنید در رژیم های استبدادی، اون رژیم ها تا می توانن رابطه مستقیم با واقعیت رو قطع می کنن، به جاش می گذارن رابطه از طریق خودشون. چنانکه حتی شما الان در این رژیم کنونی رابطه با خدا رو هم نمی تونید مستقیم برقرار کنید، اونم باید در طریق آقای ولی مطلقه، چون ایشون نمایندگی می کنن از خدا، از طریق او رابطه برقرار کنم. اونهای که مثلا میخوام با خدا رابطه برقرار کنم با این مشکل روبرو میشنم. خب
حالا برای اینکه انسان روش کنه، قدم اول که باید برداره این که مادر از سر رابط داره بتونه با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنه. بلام مثل بسیاری از این دانش توی آموزان و دانشجویان می شود که فکر می کنم مثلا از طریق تقلب در انتخاب در امتحانات آسر امتحان یه جوری داره را یه جوری باز گریه و زاری از معلم یه نمره می گیریم، اون روش نمی آورد. ممکنه تصدیق بیاورد. ما در همدان مدرسه داشتیم اسم مدرسه پهلوی یه صدا سرفراش داشت اونجا و اون یک پسر داشت. این پسر رو درس نمیخوند و چون این سرفراش بود با معلم ها رابطه برقرار میکرد، این رو همینجوری آورد بالا. وقتی امتحان هم که میشد سر جلسه امتحان از بیرون برای این صدا میرسوندن، تقلا میرسوندن برقرار. بعد یه دفعه تقلب رسونده بودن این X علاوه Y مثلا می شود فلان، این نمیدونست بکنه X و Y رو، ناچار شده به فارسی X و Y نوشته بود، چون هم نتونست بخونه خلاصه غلط، تقلب هم نتونست بود درست رو نوشید. معلم به اون سر فراشان گفته بود که آخه من با این ورقه چیکار کنم، این پسر تو فردا دیپلم متوسط بدن دستش نمیدونه ایکس و ایگرگ چجوری میگوشن. خب این روش نمی کنه این موجود. بخواد روش کنه باید با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنه. یه جامعه هم که بخواد روش کنه باید که با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنه. در یه خانواده اگه فرزند بخواد که همه چیز از طریق مادر و پدر با رابطه برقرار کنه این وقت روش نمی کنه. باید که پدر مادر به اون کمک کنن با واقعیت رابطه مستقیم بتونه برقرار کنه. واقعیت اونجور که هست که دیگه، نه اونجور که پدرش دلش میخواد یا مادرش دلش میخواد. این مانع دومه و میبینید که مانع بسیار مهم نیست از موانعی که مانع به اصطلاح بر سر راه جنبش همگانی در ایران وجود داره. مانع سوم سانسورها هستن و خودسانسوری. حالا سانسورها که میشناسید دو رژیم ها، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی رو سانسور میکنی اول میدونید. اما مسئله خودسانسوری هم حرف زده میشه، میگم مثلا فلان روزنامه نگار خودسانسوری میکنه، یعنی اطلاعاتی که درد سر ایجاد کنه براش اگر پیمیش به قلم بیاورد اونا رو نمیاره به قلم، میگن به اصطلاح خودسانسوری. و اون خودسانسوری که ما الان میخواییم ازش صحبت بکنیم انطباق خیش هست با قدرت. انسان ها در نظام های استبدادی خود رو با قدرت دائم در انطباق قرار میدن، حتی وقتی ضد او میشود میشن متغیری از تابع اون قدرتی که ضد بشن. حالا همین آقای خامنه‌ای رو نگاه کنید، دفته قوم در روز اینجا بوده، دو دفعه هم بعد از او رفت، یک رشته سخنرانی ها کرده، تکیه کلامیشون دشمنه، دشمن اینه کرد، دشمن اونه میکند، دشمن برنامه دارد، دشمن همش دشمن. خب آقا شما دوره شاک روزخان بودید، بعد در این دوره 30 سال هم هست گذارین دیالا داره میشه 31 سال، چه هویتی از خود پیدا کردید؟ کی هستی شما؟ الان بپرسن آقای خامنه ای کیست؟ منهای این مقامی که با تقلب، یعنی نامه قلابی که جل خطی که از قول آقای خمینی کردن، این آقا رو کردن رهبر. منهای او چه هویتی داری شما؟ چون تمام این دوران رو این هویت رو از دشمن گرفته، از دیگری گرفته.
من آنم که کی با من دشمن است. متاسفانه این تنها مورد ایشون نیست، یک مورد عمومی است. غالبا افراد سازمان‌های سیاسی نمی‌کوشند که هویتی از خود داشته باشند. حالا خودمون هم میگه میشه میگه اپوزیسیون. انصافا یه دفعه از خودمون بپرسیم ببینیم آقا اینم ما این صفت به خودمون میدیم؟ ما همش ضد چیزی هستیم، برای چیزی نیستیم؟ خب وقتی شما برای چیزی نیستید وجودی هم ندارید. من هم که ضد او هستم، خب ضد او هستی، پس او وجود داره. شما وجودتو از او میگیرید چون در رابطه با او خود رو تعریف میکنید. این انطباق با قدرت متاسفانه عمومی است. چرا؟ برای که همین فرض کنید در خونه بچه باید خودش تطبیق بده با قدرتی که پدر رو میدونه یا بنابر مورد مادر رو میدونه یا هر دو. خود این دوتا هم با اون بچه باید رابطه برقرار کنن که مثلا زیاد فضول نشه، نمیدونم مطیع باشه. و بچه خوب در ایران میگن بچه مطیعه دیگه، خوب اطاعت کنه. و این پس با اون هم رابطه انطباق با قدرت میدن رابطه رو. و در سطح جامعه هم همینطوره. کارگر باید خودش با کارفرما منطبق کنه، کارفرما هم خودش با درآمد حد اکثر منطبق کنه، هر دو قدرت. و در بازارش هم همینطوره، در دستگاه اداریش هم که اصلا جا بدتر. هر مادونی باید خودش تطبیق بده با دلخواه موافق. حالا این جامعه فرض کنید که میخواد به جنبش در بیاد. اونجا که جنبش در میاد، جنبش انسان‌های مستقل میخواد، انسان‌های آزاد میخواد که بتونن با هم رابطه مستقیم برقرار کنن و حرکت بکنن. جنبش یعنی رها شدن از انطباق با قدرت. اگر این نتوانه خود رو از این انطباق رها کنه، اگر هم در جنبش شرکت بکنه، باید ببینه که این چقدر امکان پیروزی داره. یا مثلا بنابر موقعیتی با دوستانش هست که شونا نمیخواد رو زمین مندازه، میگه ما هم هستیم. نه، این از این جنبش همگانی در نمیاد. جنبش همگانی نیاز دارد به اینکه آدمی رها کنه خودشو از انطباق دائمی پندار و گفتار و کردارش با خودت. دائم خودشو سانسور کنه. این حرف اگر بزنم موقعیت من از این که هست میشود اون. اگر اون این حرف بزنم ممکنه اون گروه بدش بیاد. اگر اونو بگم ممکنه اون آقا از من برنجه. اگر اینقدر اگر خودت زندگی نکن دیگه، نمیشه همش در زندان اگر بود. خودتو این همه سانسور کرد. عرض کنم به شما، چون وقتی من تنگ است زیاد همین مقدار توضیح برای هر کدوم رو شما کافی ترقی بفرمایید. مانع چهارم این کاربرد زور است در جامعه ما. برای هر مشکلی که راه حلش بلد نباشی زور جانشین است. ای در قوطی کنسرو رو ندونید باز کنیم، زوره. از اینجا زوره تا اگر بچه سوالی کرد نتونستیم جواب بدیم بچه خضوری نکن، زوره. تا در عرصه جامعه سلام علیک با هم کردن و عرض کنم به شما که حالا چه میزان گرم یا سرد باشه، چه فاصله بگیرم نکنم، زوره. تا تنظیم رابطه با قدرت حاکم، زوره. این استبداد از هوا نمیاد. این زورها که ما در با هم میدیم در روابطی که با هم داریم یه منتجه میدهد به اصطلاح ریاضی که این هست این رژیم حاکم. هرگاه ما نتوانیم فرهنگ آزادی پیدا کنیم و برای زور
رو در جامعه و در روابط خودمون بی‌مصرف بکنیم، سه دفعه که انقلاب کردیم که الان باز در استبدادیم. اگر باز هم انقلاب بکنیم به نتیجه برسیم، احتمال بازگشت به استبداد هست، برای که زور این کاربرد عمومی رو داره در جامعه ما. حالا شما میتونه بگید در جامعه های غربی هم که روابط قواست و زور کاربرد داره، اونتا خب شیوهاش برمی کنه. همینطوره در این جامعه هم هست، به مقداری که هست بسته به اینی که این زور مصرفش پیش بالا میده یا عدم زور، مثل دوستی هرش کنم که راحل های علمی فنی کاربورت ها اینا کاربورت زور کم میکنه، اون جامعه ها آزادتر هم وگرنه کمتر آزاد. مثلا الان مقایسه کنیم جامعه آلمانی رو با جامعه روسی، کاربرد زور در روابط انسان‌ها با هم در جامعه روسی احتمالاً بیشتر است. میگم احتمالاً برای اینکه ما اونجا شناخته دقیق که نداریم از که جامعه روسی، فرض می‌کنیم که اونها هم از اون استبداد آمدن بیرون، یا اینکه بگیم که اون استبداد ناشی بوده از این کاربرد زور در روابط انسان ها در اون جامعه. حالا با روسیه رو بگیم، حالا ایرانی که بهتر میشناسیم بگیم، با در مقایسه با ایران کاربرد زور کمتره. و اینکه در آلمان کاربرد علم، فن، عرض کنم به شما همکاری، قانون، تنظیم قانونی رابطه ها، اینها کمتر برای خشونت محل ایجاد میکنه. البته نوع دیگه از خشونت ها ایجاد میکنه، اون بحث علاقه داره، با این بحث ما نباید خاطی کرد، مثل سرمایه‌داری و این خشونت عمومی که به جامعه های دارای اقتصاد مسلط به جامعه های دارای اقتصاد زیر سلطه تعمیل میکنه، اون بحث علاقه دیست فوق‌العاده خشونت سنگین است. خب، حالا ما گروه های سیاسی اگر بخواهم که با هم همکاری رو ممکن بکنن، یکی از کارهایی که باید بکنن اینه که به زور در روابط با یک دیگه نقش ندن، اینشون با هم بحث آزاد بکنن، اشتراکات پیدا کنن، حق اختلاف رو بپذیرن، حق اتحاد رو هم بپذیرن. عقاید مختلف حق دارن که وجود داشته باشن و این عقاید مختلف هم حق دارن که در یک اصولی با هم اشتراک پیدا کنن و با هم همکاری کنن. این کاملا شدنی است، ولی شرطش این است که این مانع‌هایی که داریم شماره می‌کنیم، خصوصا این کاربرد زور، نقششو از دست بدیم. فرض کنیم که ما برای اینکه با هم دوست بشویم، راست بگوییم، خب اولا به خودمون فشار نمیاریم، به خودمون در خودمون زور به کار نمیبریم، آسوده تریم، کمتر تخریب میشیم، ثانیا در با دیگری رو تخریب نمی کنیم، ثالثا که امکان پیدا میکنیم با هم همکاری پیدا کنیم. ولی متاسفانه در جامعه ما راست برای این که برای تضاد خیلی زود بهانه پیدا میکنه، چون زود باید کاربرد داشته باشه. برای دوستی و نه با اینکه دوستی اصلا هیچ بنابرای ضرب و مثل ایرانی گفت دوستی دلیل نمیخواد، دشمنی دلیل میخواد. ولی ما برای دوستیش که دلیل باید لازم داریم، برای دشمنیش که دلیل نمیخواد. و اون لحاظ کاربرد زور است در رابطه ها، انسان با انسان، گروه با گروه و جامعه با دولت. جامعه ما که از قدیم این دولت رو بیگانه میدونست و ظلمه، در واقع بود، هست. خب،
مانه پنجم تناقض و تضادی است که بین وسیله و هدف وجود داره. بنابر همون موانع قبلی همه، یعنی همه که میگم اکثریت بزرگ اینطور میپندارن که اگر هدف خوب بود وسیله مهمی نیست، هدف وسیله رو توجیه دید. فراوان هم شدیدید حالا انشاءالله که بکار نبارید ولی لابد شدیدید هدف وسیله رو توجیه دید، چون فرض اینه که عقل باید هدف رو حق بدونه قبول بکنه، تا ندونه نمی کنه. یکی از امتیازهای انسان است. پس این ناچاره که هدف رو توجیه کنه، میگن بگه هدفی که دارم خوبه، مثلا میگه هدف من این است که این رژیم رو بعد میخوام بردارم، خب هدف خوبه. حالا وسیله دیگه تابع این هدف است. اگر لازم شد دروغ خون میدن، اگر لازم شد ترور میکنن، اگر لازم شد به قدرت خارجی مراجعه میکنن. عکسش که روزمره میبینید، اون رژیم مدعی است که چون در خدمت هدف خوبی است که اون اسلامی کردن جامعه ایرانی است، پس هر جنایت و خیانت و فساد و دروغی خوبه. خوبه. یه کسی از آقای خامنه‌ای پرسیده، نامه نوشته به او که من خودم دیدم که امام جمعه دروغ میگفت. حالا چون شرط نماز جماعت عدالت امام است، من چجوره بتوانم با این امام جمعه نماز بگذارم؟ او جواب داده بهش که نه، خب دروغ که شاید خواسته توریه کنه. توریه کنه یعنی که در دل یک مقصود دیگری داشته، اون رو به یه زبانی به شما گفته که شما اونی که میخوای بشنوی. واضح بودم؟ خب این یعنی هدف وسیله توجیه بود. انواع از این چیزا هم ساختن هم تو اون فکرشون، انواع از این روش ها رو ساختن. مثلا غیبت در اسلام حرامه، صریح قرآن که میگوید مثل اینه که شما گوشت برادر رو بخورید. خب حالا اول طرف رو واجب الغیبه میکنه، بعد شروع میکنه به غیبت کردن. استثناء قائل میگه، میگه این که قرآن فرمود در مورد اونهایی که واجب الغیبه نیستن. خب اونه واجب الغیبه هم دست خود اونه دیگه، راحت میشه چند تا دروغ برای او به تراش جرم ناکرده بعد هم غیبت چه واجب اینا موارد حرفشان. یا مثلا رژیمیست ترور میکنه، همین که داشتم میامدم اطلاع دادن که اون بزرگ بزرگیان بود بزرگیان همین که قاسملو رو در بیان کشت و چند ترورهای دیگه هم شرکت داشت، حالا با یه اسم دیگری باز مأمور خارج کشور شده برای کارهای ترور بگیم. خب میگه چرا این جنایت ها رو میکنیم؟ میگه من ما موانع رو از سر راه اسلامی کردن ایران دارم برمیدنم، هدف وسیله توجیه. خب دروغ میگوید، هدف هیچ وقت وسیله رو توجیه نمی کند. من میگه حالا اینه که من میگم تو ذهن خودتون تصور بکنید، تا وقتی کسی هدف رو تو ذهن خودش روشن نکنه اصلا وسیله وجود ندارد. وسیله مستقل نیست، وسیله رو از هدف پدید میاد. شما اگر میل به غذا پیدا نکنید و نخواهید غذا میل بکنید، وسیله که مثلا پختن غذاست یا رفتن به رستوران و صرف غذاست، اصلا تو ذهن شما نیست.
کسی نخواد درس بخونه کاغذ و قلم به ذهنش نمیاد اصلا عنوان وسیله. وسیله در هدف بیان میشود. به یک معنای دقیق تری هدف در وسیله است که شناخته میشود. اون وسیله که شما برمیگزینید بیگوید چه هدفی دارد. خب ولی جامعه ایرانی خوب کرده به اینکه نه این دوتا اصلا مستقل هست. هدف هدفه، وسیله وسیله است. این خوب کردن هم تنها دلیلش استبداد سیاسی نیست. بدآموزی هایی به نام اسم دین نقش بیشتری داره. وقتی یک دینی به جامعه گریز از حق رو بیاموزه. وقتی شما یه فقهی داشته باشید تکلیف مدار، زدوش حقوق نیست. تازه این آقای منتظری جزوه‌ای در آورده، اولین مرجع شیعه است که یه جزوه‌ای در باب حقوق انسان داده. غیر از این رساله هایی که آقایان می نویسن تکالیف مکلف رو تعیین میکنه، صحبتی از حقوق نیست. و نتیجه انواع توجیه ها برای وسیله که این هدف وسیله عیبی نداره، هدف خوب باشه هر کاری دیگه جایز. اینا آموزش هایی شده، بعد هم این ایدئولوژی هایی که به ایران آمدند و اونا همین رویه رو ادامه دادن، نتیجه این شده که حالت عمومی پیدا کرده. و شما در این جنبش که به مناسبت انتخابات سال پیش انتخابات قلابی رخ داد، روزمره این رابطه هدف و وسیله رو مشاهده می کردید و عملا هم این جنبش رو رسوند به نقطه سکوت. همین رابطه هدف وسیله رو توجیه می کنن. حالا این گزارش که کلیکس انتشار داده، اگر هم این نمی داد همه ما می دونستیم که این جنبش یکی از عواملش همین است که اون می گوید هدفی که ما داریم اینه، متناسب با این هدف این کار باید کرد، اون کار نباید کرد. توجیه می کنه هدف وسیله. نتیجه شده این وضعیت که ما داریم. چقدر دیگه وقت داریم؟ اینه که سلامت، ما هنوز 5 تا از 18 تا مانع رو بیشتر نرسیدیم. حالا مانع ششمی رو هم عرض بکنم که به اصطلاح یک سوم مسیر رفته باشیم. یک مجموعه از مانع ها هم به طور عمومی بر ما معلوم شده باشه. گرایش به ابهام و گریز از روشنایی و شفافیت فوق‌العاده، مانعی فوق‌العاده بزرگی است. ما ایرانی ها که اولا دو زبان داریم، یکی زبان به اصطلاح با محرم خودی به قول آقای خامنه‌ای، یکی با قدرت با بیگانه غیر خودی. زبان مثلا عمومی حالا با هم که میشه هم نایی کنم همه تعالیش یاد نهار بخواهم به تشریف خدمت باشه. همه تعارفه میدونیم که اون میدونیم که اون طرف هم میدونه که تعارف دروغ، ما هم میدونیم تعارف دروغ داری میکنیم. این زبان مثلا رابطه تنظیم با غیر خودیست. نه، یه زبان دیگه داریم با خودی به کار میبریم، زبان سکو صفاست با اون که باش خودی هست. خب زبانی که با دیگری به کار میبریم با غیر خودی، خصوصا با قدرت، این ناشفاف مبهر یه جور حرف میزنیم که طرف اونی که به اصطلاح یه جوری ازش برداشت نکنه که بعد برای ما زیانی به دست بیاره، که بعد بشه گفت نه منظور من این نبود اون بود. گفتم در زمان جنگ دوم در بازار یک تاجر عراقی بود، عراقی هم عراق در بازار تهران تجارت میکرد. این دلال شکر رفت بهش گفت که حاجی یه مشتری دارم برای ده تن یا بیشتر کمتر شکر که داری، یه مشتری براش پیدا کردم.
حاجی هم گفت خیرش بگید. اونم رفت تو معامله انجام داد و هفته بعد بندر اینا بسته شد و قیمت شکر چند برابر شد. اون آمد دلال گفت که اون شکری که معامله کردی تحویل بده. گفت کدوم شکر؟ گفت که هفته پیش فروختی گفتی خیرش بگید. گفت نه جونم من گفتم غیرش بگید. غیرش بگید. این اسمان روی این غیرش بگید ملخه هم ایران بل کرد و رفت. موند روش. حالا این مبهمگویی یه رویه عمومی است. حالا ما یه رژیمی داریم که همین اسفاد هم که گفتم انتشار پیدا کرده توش پره ها. میگه ما نمیدونیم با این حرفی که الان ایران میزنه این حرف چیه؟ چی داره؟ چی میخواد بگه؟ نیت واقعی که تو این حرفی که با ما میزنه چیست؟ در موندیم. برای که هر بگه آقا تو اینه گفتی میگه نه منظور من اون نبود اون بود. او رو گفتی میگه نه آقا من این قصدم بود. ابهام. و از این ابهام یک سایه سنگینی انداخته بر پندار ما، بر گفتار ما، بر کردار ما. نتیجه اینه که ما با یک اینه که بسیار که خیلی تیره میبینه همدیگر میبینیم و نمیتوانیم در یک بسیار فضای شفاف و روشنی با هم ارتباط برقرار کنیم. نتیجه این میشود که در وضعیتی هستیم که میبینیم. علت این ابهام هم این تضادیست که بین عرض کنم به شما این هدف وجود داره و وسیله به ترتیب که در دفعه پیش گفتیم. ما در لحاظ دستور دینی هم میگویند که هدف خود رو پنهان کن. و اگه بخوای شما هدف خود رو پنهان کنی ناچار وسیله هم تابع هدف دیگه، اونم باید پنهان کنی. پس در واقع میشه زندگی در پنهانکاری. ما نوعی از زندگی پنهانکاری داریم در رابطه با قدرت توجیه میشود. میگه خب من این بخوام شفاف بکنم که هر روز یه پام باید تو زندان باشه اگر نه اعدام. اما در رابطه با هم همین کاری میکنیم با حالی که جنبش و همکاری برای جنبش نیاز دارد به شفافیت، به روشنایی، به طوری که ما همدیگر روشن ببینیم اونطور که هستیم، یک دیگر رو ببینیم و بتوانیم با هم ارتباط مستقیم برقرار کنیم تا به جنبش در بیاییم. توانایی تغییر در ما هست. میتونیم یک جامعه آزاد داشته باشیم، میتونیم انسانهای مستقل و آزاد باشیم، اما یک اراده قوی میخواد برای اینکه این ضد فرهنگ قدرت رو جانشین کنیم با فرهنگ آزادی. این امیدوارم که شما و ما این اراده قوی رو بیابیم، فرهنگ آزادی رو بسازیم و ایران رو سرزمین استقلال آزادی بگردانیم. به خاطر اینکه حداقل موفق شدیم یک سوم این راهو بریم، امیدواریم که دو سوم بقیه رو هم بتونیم از طریق انتشارات شما در صفحه خودتون یا در جاهای دیگه به بقیه موانع فرهنگی هم به نوعی اطلاع پیدا بکنیم. وارد قسمت استراحت میشیم. 20 دقیقه فرصت استراحت هست، یعنی تا ساعت 7:35 دقیقه. آقای فریدون برای طرح سوالش بفرمایید. بفرمایید. عرض کنم به شما در باب دومین مسئله‌ای که شما فرمودید و اون در وابستگی اقتصاد یا بخشی از اقتصاد سیستم‌های استبدادی به درآمدهای مالیاتی بود، حالا من اون قسمت رو کاملا با جوابی که خدمتتون عرض کنم نظر دیگه‌ای دارم. قانونی که در یک نظام دموکراتیک و آزاد مثلا حالا همین آلمان
نظام زر و زور رو بر اساس تولید درست نمی کنه. و سه شاهد من برای شما میارم که اتفاقا نظام های استبدادی مردم رو غارت می کنن. حتی خود نظام آخوندی هم مردم رو غارت می کنن. گرچه مالیات مستقیم نمی گیره ولی خودشون اسمش گذاشتن مالیات غیر مستقیم، مثل گرون کردن آب و برق یا پولای گذاب که فروش مثلا ماشین ها بدون رقابت پذیری با خارج میدن. و همینطور مثال دوم میتونه کره شمالی باشه، اون که دیگه گاز و نفت نداره که بخواد از اون طریق سستی در جامعه ایجاد بکنه. یا مثال سوم اصلا تاریخ ماست، همواره بر اساس غارت بوده و این نظام زر و زور اون ارتش همیشه مردم یا حمله کرده غارت کرده یا اگه اون توان رو نداشته مردم رو غارت کرده. بنابراین اینا هیچ وقت نتونستن نظام استبدادی رو سرنگون کنن. ممنون. تشکرم به شما. یکی از موانع استقرار دموکراسی در جامعه ها رابطه دولت است با ملت از لحاظ بودجه. جامعه هایی که دولت در بودجهش وابسته به تولید داخلی است و مالیات برداشتی از این تولید داخلی است، اختیار دولت با ملت میشه تا حدودی که در این دموکراسی های غربی هست. اگه بارونه شد، یعنی اقتصاد مردم اگر وابسته به بودجه دولت شد، اون وقت کار مشکل میشه. این است که در دوران آغاز انقلاب یکی از کارهایی که ما کوشیدیم تا حدودی هم افتاد روی قلتک، اما بعد کودتا مانع شد، همین بود که این رابطه رو تغییر بدیم. در اقتصاد ایران دوران پهلوی، اقتصاد ایران مصرف محور بود. یعنی بر مصرف درآمد نفت تکیه داشت و وارداتی که از این منبع درآمد نفت ممکن میشد وارد کردن اون کالاها به کشور. حالا هم اقتصاد ایران مصرف محور. اقتصاد مصرف محور اقتصاد رانتخاری است. اینه که میگوین 40% تولید ناخالص ملی ایران رانته. رانت همون هایی میبرند و میخورند که قدرت رو در دست دارن. مافیا های نظامی مالی در حال حاضر. کره شمالی هم همین نوع رژیمی است. یعنی در واقع نظام مزدوری کامله. جامعه مزد بگیر دولت است. به این عنوان که اقتصاد سوسیالیستی است، در واقع اقتصاد دولتی است. و تمام مردم یا به صفت کارگر یا به صفت کارکنان دولت موز بگیره اون دولت هم. خب دستگاه سرکوب هم اونا هم که هست، این است که مقابله ملت با همچه دولتی کار ساده نیست. حالا اما اون مثالی که من زدم ربطی به این بحث نداشت که حالا چون شما گفتید من بحث کردم، یعنی شکافتم، مثلا ربطی به این داشت به رفتاری که فرض کنید یک تاجر ایرانی چون نمیخواد مالیات بده چه روشی به کار میبره. میدونیم که تجار ما، یعنی سابق اینطوری بود، حالا من چند سالهایی است که در ایران نیستم، اما اونطور که به من از ایران میگویند هنوز در بر همون پاشته میچرخن. دو تا دفتر داشت، یکی برای دولت که زیان نشون میداد، یکی هم دفتر واقعی. همین اخیران هم که آجاری ها اعتصاب کردن، برای اینکه دولت میگفت شما بر مبنای درآمدتون باید مالیات بدید، اونا میگفتن آقا کسب و کاری نیست، درآمدی نیست، ما شما چه مالیات بدید. در حال حاضر اون چرا که دولت به جامعه میده
به عنوان همین یارانه و میخواد مستقیم بکنیم. بیشتر از مالیاتی است که از جامعه میگیره. پس در واقع این مردم هم که رژیم به اونها بخشی از درآمد نفت رو به عنوان حق و سپورت که بگیرید و بخورید و نفس نکه حرف زیادی نزنید میپردازید. بقیه هم گاه کسی که خودشون میکنه. بله. متشکرم. آقای علی آقای ناصری. با اجازه من دو تا سوال داشتم. یکی در مورد قبل از رئیس جمهور شدن شماست و یکی در موقع که شما رئیس جمهور بودید. من سعی میکنم توی پنج دقیقه دو تا سوال بکنم. 11 شهریور 58 در گیبی مارنا نزدیک نبرده که مسبب آن آقای بلا نسبت نمیخوام بگم آقا سید مولا ثانی امام جمعه شیعیان در آذربایجان بوده که منجر به کشته شدن 68 زن بچه کودک بیگناه شده بود. شما در روزنامه انقلاب اسلامی در اون زمان در ایران نوشتید که عاملان این جنایت افرادی خارجی و خارج از مرز هستند. ولی در انقلاب اسلامی منتشر شده در خارج در شماره 652 نوشتید که مسبب اصلی این حجت الاسلام حسنی نماینده خمینی در آذربایجان بود. سوال چرا یک باهو دو روایت از طرف شما؟ آقای بنیسر آیا شما خود را با قدرت تطبیق ندارید؟ سوال دوم من چون سخنرانی شما رو در اینترنت گوش کردم دیدم که شما جنگ ایران عراق با حمله دوم در کردستان رو قاطی کردید. به خاطر اینکه قاطی نشه من یک بار باید توضیح بدم. جنگ ایران عراق در شهریور 59 با حمله هوایی آغاز شد و تا مرداد 67 ادامه داشت. ولی جریان حمله کردستان 5 ماه قبلش بود. در 29 فروردین شما بارها گفتید که شما کاری نیستید. من میخوام اینو توضیح بدم. در 5 بهمن 1358 شما ریاست جمهوری اسلامی رو به عهده گرفتید. علاوه بر آن رئیس کل قوا بودید و علاوه بر آن رئیس انقلاب شورای انقلاب اسلامی بودید و طرح حمله دوم کردستان از اول تا آخر تحت فرماندهی شخص شما بود و در سخنان نشستی که با ارتش سپاه داشتید گفته تاریخی شما به این عنوان پوتین ها را به سرکوب قاعده کردستان از پا در نیاورد. در این جنگ 24 روزه در نوروز 58 که به نوروز خونین یا جنگ 24 روزه در کردستان انجامی هزاران انسان به خاک و خون کشیده شد. من به خاطر اینکه به قول معروف یکی از نقطه‌های کوچیکی شد اشاره می کنم آمار بدم. در 27 شهریور تا 7 مهر 1359 یعنی 10 روز تو مآباد با توپ و تانک و خمپاره و مسلسل‌های سنگی توسط سپاه و ارتش به فرماندهی شما 593 زن کودک و بزرگ بیگناه که اصلا در جنگ نقشی نداشتن آقای بنیسر کشته شدن. مجموعین 1670 یعنی روزانه 50 نفر کشته 167 نفر زخمی میشدن و بقیه مجبور شدن که آقای ناصری من فرصت شما تموم شد. این آمارها اضافه نمی کنه به اطلاعات در مورد سوالشون. آیا شما خود را با قدرت تدبیر ندادید؟ آیا شما در جنایت هایی که در عرض 18 ماه ریاست جمهوری شما که شما بودید و رئیس کل قوا آیا فکر نمی کنید که شما در این جنایت ها دست مستقیم داشتید و شریک بودید و روزی روزگاری که جمهوری اسلامی خواهد از بین خواهد نباید جوابگوی این جنایت ها باشید؟ مرسی. سوالات متشکرم. عرض کنم به شما همکنون به شما گفتم که ما راحت دروغ می سازیم برای دشمن شدن ولی از راست می گریزیم برای اینکه نکنه با هم رفیق باشیم. این یک نمونه شد. اولا قارنا من یک سرمقاله نوشتم در تحت عنوان سوق قارنا اون روایت دو روزنامه می نویسن
خبرنگار میره میگه که این کیه چیه، اطلاعات میگیره میاره اونجا مینویسه. این موزه نیست، هر روز این تو دنیا واقع میشود. یه تحقیقی میکنه اونو مینویسه، بعد معلوم میشه اون غلط بوده، تصحیح میکنه، بعد میبینه اون دومی هم غلط بوده، باز تصحیح میکنه. هر روزنامه بخواد حقیقت رو به مردم بگوید اینه، کارش نیست که بگه که اون چرا که شما روایت میکنید دیگه آه این حقیقت همینه، همون رو نقض کنه. باید بره تحقیق کنه. حالا یه تحقیق گفته زیر سن حسنی بوده، حالا شما دارید میگید یه کسی دیگه بوده. من دقالا نشیده بودم کار این آقا بوده که شما الان اسم بردید. من آقا روزنامه انقلاب اسلامی در ریاست جمهوری تصدیش با من نبود. میگه شما خود من اونجا رفتم تو قارنا برداشتم گزارش نمیشن. و چرا اینجوری آسان همینجور نسبت بیدید که شما روزنامه شما؟ آقا روزنامه در وقتی که من شدم رئیس جمهور یک اطلاعیه انتشار دادم که این روزنامه از این به بعد مسئولیتش با رئیس جمهوری نیست. تازه اون روزنامه هم همینطور که الان توضیح دادم میره میپرسه و مینویسه حتی که اینجور شد اونجور نشد، یکی بعد میگه نه آقا این غلطه، صحیحش اینه. میگه یه گزارشی به ما دادن که اون غلط بوده، این صحیحه. فراوان این روز در روزنامه این امر اتفاق بود، این ربطی به انتباق با قدرت ندارد. اون مقاله در سوگ قارنا هم متاسفم که شما اون چیزا رو که دلت خواست دیدی اما این سرمقاله رو ندیدی. اما این دومی خیلی 30 ساله خانم ها آقایان 30 ساله یک دروغی تکرار می شود. شما یه بنی صد گفتی پوتیناتون رو در نیارید تا الان ایشون رو قاعده کردستان رو، بعضی گفتن تا کردستان رو سرکوب نکنید. اینقدر این تکرار شد تو رو خود من هم گفتم نکنه خواهی چجوری میشه آقا من میشه این همه 30 سال یک نادرستی رو آدم نسبت بدن؟ لابد یه چیزی بوده دیگه، من این شرفی زده باید زده باشه. تا اینکه دیدم نه آخه این با معاش موازنه عدمی نمیخونه و من چنان بگم که پوتیناتون در نهاری تا قائله کردستان رو رفت کنید به ترکی نالا علمی عرض کنم به شما. خواستم که این بلکه اون نوار اون گفته بود از ایران بیاد، اگر روزنامه چیزی نوشته شده اون پیدا بشه. خوشبختانه هر دو پیدا شد، هم نوار هم روزنامه. الان این روزنامه که جلو منه روزنامه اطلاعات مال اون زمانه. اینه اطلاعات. هرش کنم به شما مطلب مربوط هست به گروگانگیری. حتی سر سوزنی به کردستان رفت نداشت. حالا شما میخونید البته به میزانی که این کش در آذربایجان غربی کسی که به یاغیگری پیشه کرده و عده‌ای را به گروگان گرفته اند، کسانی که یاغیگری پیشه کرده و عده‌ای را به گروگان گرفته اند از جمله فرماندار خود دیروز در کمیسیون امنیت مسئله ملی این مسئله گفته شد و آنها 3 روحانی فرزند پیغمبر را کشتند و 6 نظامی را تهدید کردند که اگر تا 24 ساعت پادگان‌های ژاندارمری را منحل نکنید و چون عده‌ای از آنها نیز گرفتار شدند گفتند اگر گروگان‌ها را ما را رها نکنید ما گروگان‌های شما را خواهیم کشت. و آنجا گفته شد که مبادله انجام می‌گیرد. من مخالف بودم
و مخالفم کسانی که در خدمت جمهوری اسلامی قبول خدمت می کنند، شهادت قدم اول آنهاست و باید آماده شهادت باشم. اگر رئیس جمهوری شما را هم به دروغم بگیرند، شما حق ندارید تصویب منطق دشمن بشوید. بنابراین اگر آنها تهدید خود را اجرا کردند، انا لله و انا الیه راجعون، ما آن گروگان‌ها را شهید ملت تلقی می‌کنیم. اما از همین لحظه ارتش حق ندارد پوتین ها از پای در آورد مگر آنکه این خطه را از وجود این یاغی ها پاک کنند. پس مسئله عده گروگانگی بوده، چند نفر به گروگان گرفته بودن، تهدید کرده بودن. من هم گفتم ارتش باید پوتین هاش در برای این گروگانگیری ها رو تشکیل کند، به صدای اعمال چون برسانم. رفتش با کردستان نبوده. حالا از شما میپرسم آقا، 30 سال برای چه دروغ؟ چه سودی داشته 30 سال؟ آقا این سند پدر جان دارم میخونم برای شما، همونم هست، اونم هست، اونم هست، عجب میگه شاهد زنده. آقا من دارم از اون روزنامه برات میخونم، مال اون تاریخ. آقای دکتر بنی‌صدر، یک خواهشی من از شما دارم و یک خواهشی هم از دوستان سوال کننده. ما اینجا دادگاه نیستیم. ما میتونیم شاکی باشیم، میتونیم اتهام بزنیم و شخص متهم شده هم میتونه از خودش دفاع بکنه. اما رسیدن به یک حقیقت کار یک دادگاه صالح است. امیدواریم که در اون روزی که شما هم انتظارش رو میکشید، یک دادگاه صالحی به همه این مسائل با مبلغ و سند رسیدگی بکنه. تاریخ پنجشنبه 4 فروردین ماه 1350 بود. اینم تاریخ روزنامه و اینم سند. بسیار خدا. من سوال رو میدم به نفر بعدی و با همین امیدواری که واقعا با اسناد و مدارک و افرادی که صلاحیت رسیدگی دارن و در جایگاه قضاوت، جایگاه صحیح قضاوت میشینن و همینطور حق کافی داده بشه به متهم برای دفاع کافی از خودش، در اون چنین روزی رو ما بتونیم ببینیم. آقای حمید برای طرح سوالش. وجود داشته از دوران قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، چه کسانی بودن، چه جوری جمهوری اسلامی به قدرت رسید، تمام اون مدارک هست خوشبختانه. آیا معتقدید که شما این حافظه تاریخی وجود داره؟ یعنی بعد از اینکه این اتفاق بیفته مطمئنا بالاخره یه زمان جمهوری اسلامی سرنگون میشه، جامعه به این اسناد رجوع میکنه یا اینکه معتقد هستید بعد 30 سال که هنوز گذشت دیگه همه چی فراموش میشه و دیگه مردم کاری به این ندارن؟ نه. سوال دیگه اگه دو تا کوچولو، خیلی کوچولو بپرسم. در مورد اسلام قسم بپرسم، با توجه به این شرایطی که جمهوری اسلامی توی این مدت توی 30 سال به وجود آورده ایران و تحت نام اسلام، من معتقدم البته اسلام همینه، سرکوب کرده مردم دیگه، فکر می‌کنم که هیچ اختلافی نداشته باشه. آیا فکر می‌کنید زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جریانی اپوزیسیونی آلترناتیوی که گوشه‌ای حتی از اسلام داشته باشه بهش وصل بشه، حالا اسلام راستین یا هر اسلامی که شما معتقد هستید، فکر می‌کنید اصلا شانسی داره تو اون جامعه که به عنوان آلترناتیو مورد قبول قرار بگیره؟ نه نه، کاف کافیه. 5 دقیقه نبود، 3 دقیقه بود که گذشت. بله متشکرم. احتمالا دوستان دیگه سوالات شما رو تکرار خواهند. نه، عرض کنم که هر جامعه‌ای 4 وجدان دارد. یکی وجدان تاریخیست. جامعه‌ای که وجدان تاریخیست ضعیف باشه، گذشته رو زود از یاد میبره،
دوباره همون رو بازسازی می‌کنیم. جامعه که وجدان تاریخیش قوی باشه، نه گذشته رو از یاد نمیبره و سرمایه میکنه برای اینکه آینده تکرار گذشته نشه. یک وجدان همگانی داره حال حاضر، یک وجدان اخلاقی داره برای ارزیابی ها، و یک وجدان علمی داره که این وجدان ها در رابطه با هم اگر قرار بگیرن به یک دیگر قرار میجوین، جامعه رشد میکنه. اگر برش باشه بین وجدان علمی و جامعه، جامعه های زیر سلطه متاسفانه این وضعیت رو دارن، اون جامعه ها رشد نمی کنه. مثل جامعه ایرانی که بخش درس خونده به لحاظ استبداد و سانسور دستاوردهای علمی انتقال پیدا نمی کنه به جامعه، و جامعه مثلا اون وجدان همگانیش قرار نمی شود. نتیجه وجدان اخلاقیش هم ابزار ارزیابی دقیقی پیدا نمی کنه، فساد اینها هم گسترده می شود در جامعه، ناسازگاری ها و خشونت ها. این از باب سوال اول شما. اما در رابطه با اسلام، یه وقت هست ما انقلاب فرض کنیم این رژیم می رود جاش آزادی می آید، یک جواب داره سوال شما. نه خیلی، این رژیم می رود یک استبداد ضد دینی می آید، احتمالش بسیار ضعیفه ولی وجود داره. یک جواب دیگه بده. اگر این برود به آزادی بیاید، اگر بخواد برود آزادی بیاید، ناچار میباید طرز تفکر دینی مردم تغییر کرده باشد. و در این طرز تفکر دینی که تغییر میکنه، انسان مسلمان ایرانی آزادی رو حق بشناسه، قدر بشناسه و بخواد. استقلال انسان رو حق بشناسه و بخواد. حقوق انسان رو ذاتی انسان بدونه بخواد. یه تحول جدیست، قطعیست، پایدار است. و ما وارد شدیم به دوران دموکراسی، معنی درست کلمه، و فرهنگ آزادی. خب اونجا طبیعتاً نقد آزاد. شما هم می توانید اونجا اسلام رو نقد کنید. کسی از شما این حق رو نمی تواند بگیرد. حق اختراب حق هر انسانی دارد و حق هم دارد که تو طرز فکری رو، یک دینی رو نقد بکنید. اینجاش خوبه، اونجاش بده. این تغییر باید بکنه، اونجا بشه. پس نگرانی من از باب این که تحولی اگر انجام گرفت و ایران آزادی یافت، با دین چه خواهد شد؟ مثلا به اندازه سر سوزن ندارم. بعد من اون انتخاب شد. باید حق اختلاف رو شناخت و به ایرانیان گفت که حالا شما این حق رو دارید، دین هم مال هر کسی است، مرام مال هر کسی است. انسان که بدون اندیشه راه روان نمیشه. انتخاب هم مال شماست، حق شماست. خواستن اسلام رو انتخاب میکنن، نخواستن نمیکنن، ترک میکنن، ترک میکنن. شما یک باور جدیدی، فکر جدیدی پیشنهاد میکنید، بعد گروه پذیرفته آزاد. بنابراین از حالا طی نکنیم چیزی رو که مانع بشود برای حرکت، اینجور که آقای خامنه‌ای رفته در قم ترسونده که اگر چشلختی به این رژیم وارد بشود، نه از اسلام نشان میماند، نه از روحانیت، نه دوره آزادی که شد از این اسلام و ولایت مطلقه فقیه که قلبته و اثر نمیمونه برای قرار باشه این رژیم برود.
ولی بقیه طرز فکر مردم هم کسی هم شلاق نگرفته و توفنگ جسن به دستی که پاسدارهای نوع جدید نمیدن که مفتش عقیده مردم باشه که به چی باور دارن چی ندارن. بساط تفتیش عقیده باید دلیلا برشیده بشن، انسان ها آزاد باشن در طرز فکرشون. متشکرم. من یه سوال حقوقی داشتم 30 سال پیش، الان تبدیل شده به یه سوال تاریخی. آقای خمینی هم روز اول ما رو به عنوان فرماندهی کل قوا انتخاب کرد. سوال من اینه، های این مسئله از نظر حقوقی اون موقع اصلا روش بحث شد، تبدیل داده شد؟ کسی که سمتی داره به موجب قانون میتونه در حدود وظایفی که به عهده‌اش هست اختیاراتی به صورت مشخص به هر کسی خاص تعریف کنه، ولی اون سمت رو نمیتونه وجود بده اعطا کنه. مثلا شاه به موجب قانون اساسی، حالا به اینکه که شما شاه یا نخست وزیر، اینو من تردارم از این بعد از این همه سال به فضای جذبه و روح و اینا گذاشته، چون اون موقع من میخواستم این رو بزنم مطرح کنم و دوستم چاپ شده نیست، ولی هیچ وقت نیدم از طرف کسی مطرح بشه. شاید من اشتباه کردم، یعنی که مطرح شد و برای هم شکلی من حق با شماست. آقای خمینی اختیاراتی که در قانون اساسی داشت نمیتوانست به رئیس جمهور تفویض بکنه و در واقع هم تفویضی انجام نداد، دروغ میگفت. من به وقتی که اولا که من هیچ وقت اون حکم ندارم همون که مثلا چیزی تدبی نوشته باشه من دستم باشه، نه، در رادیو شنیدم، بیمارستان بود، در اونجا به اون گفتن که قانون اساسی به شما این اختیار تفویض رو نداده و شما اختیاراتتون رو نمیتونید تفویض کنید. و حالا مصلحت نیست این اعلام شود که مثلا رئیس جمهور به آقای رهبر میگوید که شما این اختیار رو نباید به من بدید. قرار شد به اینکه اون بخش، چون قانون اساسی دو تا اصل داشت، اصل 110 یک اختیاراتی برای آقای رهبر قائل شده بود، گفتون اون چه در این اصل نیست نیامده به عنوان اختیارات، جز اختیارات رئیس جمهور است. اون اختیارات که به او داده بود نصب فرماندهان سه قوه بود به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلان جنگ صلح و اینها، تمام، دیگه اختیاری به او نداده بود. پس تصدی فرماندهی کل قوا و اون چه مربوط میشد به این تصدی در عهده رئیس جمهوری بود. اون با اون به اصطلاح تبعیض در واقع بعد وقتی پای از پیش آمد من شد قصد کلک بوده، بعد گفت همه تو ذهنان این بود که ایشون من منصوب کرده، الان ایشون خونده اینجا که نادرست بود، نه، ایشون من منصوب کرده بود. بعد من به اون گفتم، بعدم نوشتم این بود که ایشون تفویضی انجام نگرفت به این دلیل که دو مشاور خود رو در شورای عالی دفاع خودش معین کرد، آقای خامنه‌ای و مرحوم چمران، درست؟ فرماندهان سه قوه من نوشتم به ایشون که این اشخاص رو پیشنهاد می شود، خود یه آقا تصدیق کرد، اونو مالو دیگه اختیار دیگه هم نداشت که به من بدهد. اون چی که بعد به عنوان در کنار شد، یک جمله نوشت آقای ابوالحسن بنی صدر از فرمانده کل قوا برکنار شد، در واقع کودتا بود خلاف قانون اساسی، یعنی که من نپذیرفتم. آقای توجه کرده باشید در عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی گفته که ایشون نپذیرفته این عرض رو، نپذیرفته، اگر او بود که دلیل نمیتونستم نپذیرم مال او بود و داده بود، اما نه، مال او نبود که به من بدهد یا ندهد، اونی که سهم خودش بود عمل کرده بود، اونی که سهم من بود کودتا کرده گرفته بود. به این جهت قدم اول کودتا بود، بعدم اون مجلس
جریان از کودتا بود، برای اینکه من چه عقیده دارم، چون دو مجلس گفتن به چه جور من برکنار شدم، ما برایت فقیه مخالف بودم، حالا مردم ایران میدونستن من مخالفم، خود آقای خمینی هم میدونست، رأی دادم. به توی مجلس چه آمده که منتقب یه ملتی رو بگید تو چون با این فقیه مخالفی از بعدم که اون آقای محمدی گیلانی گفت به 7 بار با اعدام محکومم، برای لحاظی که باقی باقی اینم، به کی برقی کردم، کی وسیان کردم، در آقای رهبر. متشکرم. خانم بهبودی. خسته نباشید آقای بنی‌سر. سوال من یک سوال چند تا سوال در واقع. سوال اول من اینه که چه عواملی در ماندن رژیم نقش داره؟ سوال بعدی در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها میخواستم نظر شما رو بپرسم و گوش کنم. تنظیم ها روز به روز داره گسترده تر میشه، کلاه های اساسی هم که ممنوع شده بودش، آیا این یارانه ها در واقع جهش اقتصادی ایجاد میکنه اونطور که حامیان این طرح میگن؟ این طرح چه تأثیر روی لایه های فقیر و زحمتکش جامعه میذاره؟ و با توجه به این که احمدی نژاد در دو روز پیش در مسافرتی که در مازندران داشت گفت این یارانه ها رو دو برابر میکنه، آیا اصلا پولی به مردم داده میشه؟ یا اینکه گفته بودن که این پول واریز شده ولی حق برداشت ندارن؟ دوست دارم نظرتون رو بشنوم. بله، اون چه عواملی موجب بقای رژیم میشود؟ عامل بسیاری، به طور عمومی هر رژیمی بر 3 پایه داخلی و 1 پایه خارجی متکی میشه. رژیم های استبدادی منظور. پایه خارجی این رژیم رابطهش با دنیای خارجی، این بحران هایی که میسازد و باج هایی که میدهد و الان ما به همه دنیا داریم باج میدیم. پایه داخلیش یکی سلطنت بود که رفته، یکی بزرگ مالکی بود که نیست و اون سیستم بازار پیشین، یکی هم این روحانیت قدرتمدار بود که هست و الان در حال حاضر 2 پایه است. یه پایه داخلی داره این روحانیت قدرتمدار، یه پایه هم خارجی داره و این عامل درآمد نفت میشه با این 2 پایه با این درآمد استقلال داره از جامعه و بر جامعه حاکم شده. ولی خب این دائم در تزلزل بود، اینکه با یه پای داخلی نمیشود رژیم رو استوار کرد. قوی ترین این رژیم ها رژیم شوروی بود، اونم همون سپاهیه رو خراب کرد، دوستاری که بروان از بین بردن دین مظاهر حذف کرد، پودالیتو و اقتصاد سنتی نارم همه دولت قبضه کرد، نتیجه شد 1 پایه آخر هم دیدید که از پا در آمد. پایه خارجیش هم که روابط قوا با امریکا و غرب بود دنان دو عبر قدرت از پا در آمد، به رازی که هزینه های سنگین تعادل قوا در میریات جهانی بیش از اون بود که یک رژیمی مثل رژیم شوروی بتونه تحملش بکنه. جامعه هم به طور نسبی در فقر باقی مون و رسید به یه جایی که دیگه رژیم نتونست عمل کنه، فروپاشی در سرون فروپاشی. پس این رژیم هم تکچون تکبایی هست، همون سرنوشت پیدا میکنه، دیر یازد درش تحتیب نیست. اما هم از لحاظ داخلی، از لحاظ داخلی یک سرمایه داره که همین ترس اگر این رژیم برود اسلامی رود و روحانیت چه می شود، اینها اون یک حمایتی از اونایی که این ترس برشون محصره برسته. یک. دو، عامل بعد چه می شود که این رو متاسفانه کسانی بیشتر
بهش کمک میکنم در این قضیه که از جنس اون رژیم نیستم، ولی میترسن از این که اگر این رژیم رفت مثلا ایران متلاشی بشه، تجزیه بشه، وضعیت مثل افغانستان پیدا کنه، مثل عراق پیدا کنه، که این ترس هاست که باید باش مبارزه کرد و جامعه متوجه بشه که متواقعا همین حسابی که ویکیلیک انتشار داده به ما میگوید که اسرائیل یک استراتژی پنج ماده‌ای دارد که یکی از اون پنج ماده استفاده از اقلیت‌های قومی است بر ضد این رژیم. پس اگر خود ما از درون عمل نکنیم بیرون بیکار نمیمونه، عمل میکنه. اونایی که میترسونن باید توجه بکنن که اون چه ازش میترسونن در حال انجام است. حالا این سندها در آمده، در نمی آمده معلوم بود، ولی حالا در آمده دیگر علمیه. حالا به این مقدار بسنده کنید، برای عوامه به این تعداد نیستن، خیلی بیشتر هم، ولی وقت ما هم زیاد نیست، محدود نیست. حالا برسیم به یارانه ها. یارانه ها خب رژیم میده که ما به جامعه یارانه میدادیم بابت نفت ارزان که به قیمت بین المللی نمیدیم، به قیمت ارزان میدیم به مردم، برق ارزان ارز کنم به شما، نان ارزان، گوشت ارزان، و این حالا میخواد دیگه مستقیم کنیم. خب از کجا این پول مخواب یاره بده به مستقی میکنه؟ میگه من قیمتها را آزاد میکنم، اون چه به دست میارم از فروش به قیمتهای آزاد بخشی از اون رو میدهم به عنوان یارانه. بنابراین اساسش یک دروغه، یعنی این رژیم بیشتر میگیره برای اینکه کمتر پس بده به جامعه. خود این یک اثر تورمی خاص خودشو داره. چرا؟ به لحاظ اینکه وقتی اون درآمد پخش در جامعه در دست مردمه، درستی که قدرت خریده، اما هر آدمی، هر خانواده فکر این میکنه که اگر مشکلی پیش آمد، اگر چی شد، اگر چی نشد، یک ذخیره نگه میداره. ولی وقتی دولت اینو جذب کرد، اونو این ذخیره رو نداره، از او گرفته، از کشورهای متوسط به بالا فرض کنه، اما خودش یکجا خرج میکنه، به عنوان قدرت خرید وارد میکنه تو اقتصاد، هم به عنوان یارانه مستقیمی که میده به اون جامعه، هم به عنوان اون بخشی که نمیده خودش خرج میکنه، مثلا زمینه کسب بودجهش خرج کنه رفت میکنه، یا نه همون کسب بودجه نگاه میداره اضافه میکنه بودجهش، و این تورم مستقیم و فوری در جامعه ایجاد میکنه. مثل اونها که اعتراض دارن میگوین این اثر تورمی اول شما، این تنها اثر تورمیش نیست، اثرهای تورمی بعدی هم داره. برای اینکه وقتی که شما این دولت این رو توضیح کرد تو جامعه، حالا یا باید اینه که وقتی قشرهایی که رو میگیرن اونها یه درآمدی در اختیار میگیرن، فرض کنیم برای قشرهای خیلی فقیر یه درآمد محسوب میشه، با این میبرن اینه خرج کنیم، این کالا در بازار برای عرض نواشه قیمت میروند و اون مدتی نمیگذارد که اون چرا که به عنوان یارانه گرفته افزایش قیمت جذب میکنه، چیزی برای او واقعی نمیکنه. اما این تنها اثرش نیست، اثر تورمی بسیار قوی‌تر از این است که وقتی شما یک رشته قیمت ها رو بالا میبرید که روزانه مصرف دارن، مثل بنزین، مثل نفت، از کنه مثل برق، مثل گوشت، مثل نان، این مجموع قیمت ها رو با خودش میبره بالا. به معنی که شما بخواهی سوار تاکسی بشی، میگه یه ضریبی رو متناسب با توقعات جدید میکشه روی قیمت، بهش هم میگه آقا من نمیدونی که نفت گران شده، بنزین گران شده،
نان گرم شده، گوشت گرم شده، ما هم زندگی داریم. این بهش میگن اثر به اصطلاح بالا کشنده قیمت ها. یک مجموع قیمت ها هست، اگه مصرف عمومی نداشته باشه این اثر نداره ها، یا خیلی خیلی ضعیفه. شما فرض کنید کالاهای لوکس قیمت رو شما ببرید بالا، خیلی اثر تورمی نمیگذاره، اما این اینا نداره، این زندگی روزمره مردمه، بقیه هم با خودش میبره بالا. خب حالا وقتی برد بالا زندگی سخت میشه. مثلا فرض کنید گازوئیل میره بالا، کارخانه دار میبینه که با این انرژی، از این انرژی تولیدی که میکنه قدرت رقابت با کالای چینی نداره، بچه ها کارش تحتیل کنه، از بیکار بیشتر میشه، کارگرهایی که کار میکردن بیکار میشود، واردات باید جانشین بشود به تولید داخلی. بنابراین از لحاظ تولید داخلی رژیم عمل میکنه و ضد تولید داخلی به سود تولید اقتصاد خارجی در حال حاضر چی؟ بیشتر چی؟ یا مختصر توضیح در باب این یارانه و اثراتش. قشرهای پایین در آغاز به ترتیبی که عرض کردن مقداری درآمدشون بالا میرود، اما این به شرط این است که اون چرا که زندگی میکنند میزان تورم، شدت تورم به حدی نباشه که در فاصله زمانی کوتاهی این درآمد رو جذب بکنه. اما در واقع تحریم ها، بعد تحریم ها وسیع شدن، رژیم میگوید اثری بر اقتصاد ما ندارد و هر روز هم اعلام میکنه که مثلا در بالا از ما بیشتر نفت میخره، شما از شما بیشتر نفت میخرد که وای بر شما، این ثروت ملی شما داره میفروشه، بیشتر میخرد پس بیشتر به شما میفروشد، بیشتر به شما میفروشد پس اقتصاد داخلی بیشتر تولید کم میشه، یعنی بیشتر سقوط میکنه و واردات بیشتر جانشین میشود. این اثر تورم در دوره همون که گروگانگیری هم همینجور شد. اثر یکی از اثرات مهم تورم این جانشین تولید داخلی شدن واردات. چون اونسی که شما عوامل تولید لازم داری از بیرون وارد کنی بهت نمیدن، مجبوری بری از خارج کالاش رو وارد کنی و این سبب میشود که تولید داخلی از اون هم که هست کمتر بشود و اقتصاد ایران بیشتر اقتصاد مصرف محور بگردد. متشکرم. آقای سیامک. در این حال
حرکت یک شعور شورایی بود. شما حتما مطلع هستید شوراهای متعددی همون ابتدای روزهای اول شروع حرکت ها بود، ولی در این قسمت شما به عنوان یک عامل مهم که بر خودمون حالا در حساب حداقل درکی که من ازش دارم، شاید تصور من اینه که شما میگید اگر این نوع خصوصیت ها تو جامعه به انسان ها به وجود بیاد، حالا اون نداشت که نفتیه اونهایش که اثباتی است پیشرفتش بدید، یک نظامیست که شورایی، یعنی انسان ها در ارتباط مستقیم با هم بدون ترس خواست و نظراتشون رو میگن و اون تجمعاتی که شوراها هستن بالاخره به تصمیم میرسه، ولی ما شاهد از بین بردن حالا صرف نظر دیم که این شوراها رو تبدیل کردن به شوراهای اسلامی، انجمنهای اسلامی و شوراهای کارفرما شد اسلامی، از محتوا خالیش کردن چون فقط اسلامیش کردن، وگرنه انسان‌های متعددی با نقطه نظرات متعددی میتونن توی شورا شدن. این توی این حالا شاید یکی از این بندهاست که شما جزو این 18 بند است که شاید من مطلع نیستم، ولی این برجسته نمیشه. یعنی ما میبینیم از ابتدای انقلاب نه دیکتاتوری به علت شورا رشد میکنه و بعد یک نظام انسانی روشت میکنه، انسان ها آزاد بدون ترس هر کس با هر مرام و نظری نقطه نظراتشون میگه و اون جمعی که اونجا نشسته تصمیم میگه و این جاش تأسفه. یعنی من میگم این خیلی خوب میشه از اول انقلاب ما شاهدشون، یعنی من خودم نسل انقلابم 57 از اون موقع یک کمی زودتر که ملخلی برسته من به یک حدیث که میرسه تو این حرکت بودم و این رو به عنوان یک انسان آقای سیامک خان به لخت آمد توقع دارم و حداقل اگر ممکنه یک نقاطی در این مورد بگیش دو تا سوال هم دارم خیلی کوتاه میگم. یک کات شما از ویکی‌لیکس خیلی صحبت میکنید، ولی به نظر من در بیان شما یک برای شنونده در برای من توهم که چی؟ شما از نظام های دموکراتیک جهانی صحبت ویکی‌لیکس یک سری اطلاعاتی که در موضوعات متعددی است در مناطق متعددی است مطرح کرده برای جامعه و اون اولین نکته است که یک جامعه آزاد انسان ها مردم باید بدونن چی خبر اون بالا دیگه، بالاخره این دولت مداران چی کار دارن میکنن و حتما هم تو یوتیوب دیدید یا آقای البته یک فرد نیست تبلور این سیستمیست که هست که حکم دستگیری و اعدام شد اون نماینده جمهوری خواه ما میکنه، ولی در صحبت های عمومی یک جوری کشورهای متمدن اروپایی صحبت میشه. قبول دارم تمایز هست جنبش های موجوده که سوال شما ممکن نیست سوال هم اینه این چه تبقیه شما ببینید نظر شما در این مورد چیه؟ یه انسانی میاد یک سری اسناد رو میکنه ولی توسط یک سری از دولتمداران دموکرات تحت محکوم به اعدام میشه. این یک دو دومی سال نظر شما در ارتباط نظام اقتصادی جامعه که ما در آینده میخواد پیش زندگی که نظام کنونی بر مبنای سود و خود رو دقیق میدونه که میشه نیروی کار هست، نظر شخصی شما برای نظام آینده چیه؟ نظام دموکراتیک متمدن کنونی که یک اویلو به یک نفر برای یک ساعت کار میدن آخرین نقاط تدوی جامعه ها الان هست یا چه نظامی رو شما پیشنهاد؟ ارز کنم که شوراها و در اوان انقلاب تشکیل شد، من هم روز 19 شهریور رو روز شوراها اعلان کردم.
تنها هم بر این بود که این شوراها توسعه داده بشن. حتی پیشنهاد شورای اقتصادی جدیدی رو ما طرح کردیم برای اینکه واحدهای توزیعی رو شوراها مدیریت کنند. اون وقت دو مانع وجود آمد. یک مانع از حزب جمهوری اسلامی بود که میخواست اون شوراها رو همونطور که شما گفتید نگه بداره اسمشو و رسمشو تغییر بده، تبدیل کنه به وسیله مهار. جوری که من رفتم یک بار به همین شهر صنعتی قزوین، کارگرها که اونجا جمع شدن شکایت داشتن از این شورای اسلامی که اینا دیگه اصلا نمیگذارن اولا که هر حقی که رو بخواهن مطالبه کنیم اینا مانه حقوق کارگره، هر حرکتی ما بخواهیم بکنیم اینها باید تحت کنترل اینها باشه. وقت من هم اونجا صحبت کردم گفتم این شورا قرار بود به این که بیان کننده خاص کارگر باشه، قرار نبود قیم کارگر باشه. شورایی که بخواد قیم باشه شورا بیشونه. و در ادارات هم همین شورای اسلامی عیناً همین نقش رو پیدا کرد، وسیله کنترل. و این خود می‌بینید که قدرت راحت می‌تونه شکل رو نگه داره، محتوا رو خالی کنه، تغییر بده. خب جامعه نمی‌باید می‌گذاشت این ابزار اساسی رو از دستش بگیرن. اما اون جامعه فرهنگ لازم رو برای اینکه این شوراها رو نگه بداره نداشت. همون جا هم که من اون گفتم شورا به شورا همین نکات هم توضیح دادم بشه. گفتم خب شما کارگر، شما خودتون وقتی اجازه میدید که یه عده‌ای برای نقش قیم رو باهاش شروع کنن، بعد میاد به گوش من شکایت میکنه، حتی جرات ندارید علنی شکایت خودتون طرح کنید. گفتم آقا ما علنی بگیم اینا پاسدارا میبینید که الان اینا پاسدارا مسلح واقعا بودن، پاسدارا مسلح اینجا ما رو میگیرن میبرن. بله بله اون قانون اساسی اول هم پیش نویس هم مبنا رو گذاشت برای همین شورا، حالا نه به اون ترتیبی که دلخواه یک دموکراسی شورایی باشه، نه ما به هر حال باهایی داد به شورا و در عمل مجلس قبلگان اونا رو همه رو گذاشت کنار و این قانون اساسی رو نداشت و به تدریج اساس شوراها حتی اون شوراهای اسلامی خود ساخته رو هم بچید. الان دیگه اگرم الان نمیدونم اصلا مدتاش اسمش هم نشنیدم که در ادارات باشند و عمل بکنم، اگر هم باشند به همون جزء همون مواک این حضرات هستن. اما در باب این جاش البته در چیز سیاسی است، ولی همین در جهات موانع فرهنگی هم چرا اون موانع وجود دارن که نشد این شوراها تشکیل بشن، بلا راحت میتونستن تشکیل بشن. حالا ببینید اگر کسی سوال کرد این بقیه را فهرستوار میخونم برای شما عناوین اون موانع. اما در باب ویکیلیکس و توهمی در من توهمی وجود نیومده، من نقل کردم اطلاع دادم به شما چند اطلاع از اون چی که در مورد ایران منتشر شده، ولی حالا چون سوال کردید مسئله بهش بپردازیم. دقیقا آقای احمدی نژاد گفته این کار خودشونه، بخوان به اصطلاح جنگ روانی را بندازن.
چون یکی از اون اسناد منتشر هم مربوط به خود این آقای احمدی نژاد است و حرفی که این آقا به ولیعت امارات داده و گفته است که ما در جنگ عراق در عراق امریکا رو شکست دادیم و جنگ نهایی ما با امریکا در ایران است. به معناش این است که این آقا بحران با اتمینا هم دیگه کافی نمیبینه، برای حفظ این رژیم لازم است که ایران در پرتگاه جنگ نگاه داشته بشود. من در مصاحبه گفتم که این آقا اولا طرز فکر زیر سلطه را هم داره، برای اینکه اگر نه موجود مستقلی بود و جنگ طلب هم بود، خب چرا محل جنگ نهایی امریکا نباشه، ایران باشه؟ چون خودت در موضع زیر سلطه میبینی و امریکا را هم قدرت میبینی، پس لاجرم میگی که بیا میخواد جنگ کنه، بیا در ایران با ما جنگ کن. چون فکر میکنه که چند تا بمب ریزم داخل بر سر مردم ایران، این رژیم برای مدتی تثبیت میشه. خب حالا فرض کنیم که این رو آقای دو حکومت آقای اوباما، البته بسیار میگن که این صدمه زده با حکومت آقای اوباما، برای که میگن تو نتونستی اسرار دولت هم حفظ کنی. ولی فرض کنیم که این آقا این میگفت تغییر یه روش پیدا کرده برای تحمیل تغییر، اون این است که این پته سیاست امریکا رو بندازه رو آقا. هر اگر این فرض احتمال یک 5% حقیقت داشته باشه، ما چیزی هم داریم؟ نیزدی ها رو نداریم، سود داریم. برای ما میتونیم که چه دارن میکنن در اون چیزی رو کشور ما مربوط میشنن. و اگر نه فرض می کنیم که خود اونها متعین، اونها که انتشار دادن، میگه ما رکن پنجمیم. چون رکن چهارم دموکراسی که مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی باشن، اینا رو سرمایه خریده و در دست قدرت‌های سیاسی نظامی مالی است و اونا حقایق رو نمیگن به مردم. چنانکه جنگ ایران عراق، جنگ عراق و عرض کنم به شما افغانستان سر نفته، اونا تبلیغ میکنن که ما رفتیم اونجا دموکراسی ارمغان ببریم، واقعیت نمیگن. یا جنگ ایران عراق رو امریکا پشتش بوده، عامل ایجادش بوده، یکی از اسناد تمیره می برای چندمین سنده که در میاد که توی هم اسناد سکویتیلیکس انتشار داده. خب این نمیگن به مردم امریکا. مردم امریکا فکر میکنن تو جنگ ایران را از دور تماشاچی بوده. پس این برای ما اونها هم میگن ما شدیم رکن پنجم که خطر رو میپذیریم، میریم از درون این دستگاه امپراتوری تنها بر قدرت حقایق و اطلاعات واقعی رو میاریم بیرون به انتشار میدیم، هم برای افکار عمومی امریکا هم برای دنیا. هرگاه این هم باشه ما سود میبریم، برای اینکه بهتر از بدانیم تا نداریم. حق دانستن هم حقی از حقوق انسان است. پس هر فرضی بکنیم در باب اینکه کیانن که واقعا انتشار میدهن، چه قصدی دارن از لحاظ خودشون، از لحاظ مردم ایران سودمنده. حالا ما دیگه میدونیم که در رأس رژیم، میدونیم قبلا اینا، ما میدونیم آقای خامنه‌ای بیماره، اما حالا دیگه از قول آقای هاشمی رفسنجانی مطلع میشویم که ایشون بیماریش سرطان خونه و این خود این آقا هم بخواد جانشین رو بشود. با این ملت باید پس از حالا بدونیم تکلیفش چیه. خیالات برش نداره. شما تصور بکنید که این آقا بمیره، آقای هاشمی رفسنجانی یا پسر اون آقا، چون یکی از هدفهای سفر این آقا هم به قم این بوده است که این آقای هاشمی رو ترک کنه، اسباب ترک بشه فراهم کنه که زمینه برای آزاده فراهم کنه. اون آقای مصباح و یزدی هم خواب دیده که امام صادق رو در خواب دیده، امام به اون گفته است که نکنه غیر آیت الله و مجتبی خامنه ای کسی دیگه رهبر می شود. حواستون جمع کنید. خوابش هم دیده.
خب ما این مردم بدونن که در آینده در انتظارشونه بهتر نیست؟ خیلی بهتره. حالا هم خوب میفهمن که با امثال آقای هاشمی رفسنجانی تا کجا میشه پیش رفت. این ذهنیتی که خب حالا این آمده این ور، حالا اینو با اون مقابل شده، ما تقویتش کنیم. نه، این مقابل شده برای این کار. برای این کار که شما مردم رو، ما مردم رو وسیله کنه. اگر امورد اینجا شده بیده. همین آش و همین بساط بلکه بدتر، چون بانی این وضعیت اون آقاست. این آقای خامنه‌ای هم او کرد رهبر با نام تقدم. اما خب حالا ادهی هم میگم باید نکن به اعدام کرد. خب تحتش رو افتاده رو آب، رو دستگاه آقای بوش جمهوری‌خواه بوده دیگه، همه رو داده رو از جهت دفاع، وزارت دفاع، از وزارت خارجه. حالا میگه بانک بزرگ رو در آینده نزدیک میخواد بده بیرون. نه و صحنه اونایی که قدرت دستی شده نگران میشن، چون جامعه که نمیدونه راحت فریب میخوره، ولی وقتی دانست مشکل میشه فریبش. اما در باب نظام اقتصادی جامعه آینده یه بحث خیلی طولانی میخواد. ما الان چقدر زمان داریم؟ خیلی کم. چند نفر هم در لیست هستن. آره چند نفر. به هر حال خلاصش بکنم، اقتصاد مصرف که کردیم در اون زمان، اقتصاد مصرف محور باید تبدیل کرد به اقتصاد تولید محور، و بودجه دولت رو باید متکی کرد به تولید داخلی، و نفت رو باید جذب کرد در اقتصاد داخلی، و این اقتصاد باید در خدمت انسان باشه نه در خدمت سرمایه. به طور خلاصه اصول عمومیش اینها هست. متشکرم. آقای امین. آقای بنیسر، من یه مقدمه 30 ثانیه‌ای میگم، چون انتظار دارم سوالاتی که بعدش میپرسم بر اساس این مقدمه جواب بدید. امیدوارم. برای من قابل درکه که بازیگران سیاسی یک مقطع تاریخ مشخص، حالا فرضاً از اول انقلاب صحبت میکنیم، در ارجاع به گذشته بیشتر برای دلایل زیادی روی حقانیت خودشون پافشاری بکنن. مهمترین دلیلش هم اینه که این بازیگران از قدرت به طور نامشروع کنار گذاشته شدن و در مواجهه با نظامی که علاوه بر ظلم و ستم معمولی در زمان حال گذشته رو هم مدام و سیستماتیک تحریف میکنه، شاید پذیرفتنی باشه تا حدی که اون بازیگران فقط بر حقانیت خودشون تاکید بکنن. ولی چیزی که جامعه احتیاج داره در بازخوانی گذشته، اون در واقع روندهایی هست که ایرادات اساسی داشته برای اینکه آرزوهای یک ملت در جریان یک تحول تاریخی تحقق پیدا بکنه. از این نظر من انتظارم از شخص شما و همین نیروهای که اون زمان و جریانات اون زمان تاثیرگذار بودن اینه که در نگاه به گذشته در کنار دفاع از حقانیتشون بگم کجاها دقیقا اشتباه کرد. من به طور حرفه‌ای گذشته سیاسی شما رو نخوندم، ولی تا جایی که گذشته شما رو توی سخنرانی‌ها و مطالبتون و مصاحباتون دنبال کردم، بیشتر تاکید رو حقانیته که برای من قابل درکه. چرا؟ چون دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی فشار زیادی گذاشته برای تحریف اون بخش از تاریخ ما. حالا با این مقدمه من می‌پردازم به سوالات مشخصم. بدیهیه که این بحثی نیست که بشه با چند سوال مطرح کرد. من انتظارم از شما به خاطر اعتقادی که به صداقتتون دارم اینه که شما این رو در یک سری بحث‌های گسترده و دراز مدت به صورت بحث‌های انتقادی از رویه خودتون و همفکرانتون انجام بدید برای خدمت به نسل من، چون ما در موقعیت حساسی هستیم. سوال اول من راجع به انقلاب فرهنگیه. خود شما بهتر واقف هستید که انقلاب فرهنگی توی بسته شدن فضای اون دوران تاثیر عمده‌ای داشت و از جمله زمینه سازی کرد برای همون پدیده‌ای که حالا به یک تعبیر کودتا هست در سال 60 نسبت به دولت شما و بقیه نیروهای سیاسی مخالف. تا جایی که من میدونم شما در یک مقطعی از این انقلاب فرهنگی دفاع کردید. قطعا با تعبیر خودتون، من به طور مشخص استناد میدم به اون سخنرانی که تو دانشگاه کردید.
اگر فرصت میشه یه خورده بیشتر توضیح بدید لااقل ابهام وضعی کمتر بشه که جایگاه شما و دولت شما توی نظام فرهنگی چی بوده. سوال دوم من شاید انتظارم همش به جواب برسه، فقط طرح سوال میکنم بیشتر. راجع به پیشینه های درگیری یا کارشکنی یا دشمنی سران حزب جمهوری اسلامی با دولت شما و شخص شما، معمولا همه حوادث ارجاع داده میشه به روند بعد از بهمن 57، ولی من خیلی حدس میزنم این رقابت ها و دشمنی ها ریشه در تاریخ پیش از اون هم داشته و به طور مشخص اون پروسه ای که آقای خمینی به هر حال چهره شاخص انقلاب میشه از یک زمانی به بعد در سال پیش از انقلاب. باز به طور مشخص تر بخوام سوال مطرح بکنم، توی نشست گوادالو که بین سران دنیا بوده تقریبا توی دیماه 57 راجع مسئله ایران تا جایی که من میدونم بحث هایی شده و پیش از اون نمایندگانی از سوی خمینی با نمایندگان فرانسه و امریکا صحبت داشتن، اینطوری که من در واقع خوندم شاید درست نباشه. خواستم شما اطلاعات دقیق‌تری بدید، به طور مشخص از قطب‌زاده اسپورده شده و از آقای یزدی به عنوان کسی که دولت نمایندگان دولت فرانسه و امریکا صحبت کردن. سوال سوم من که سوال آخر من هم هست چهارم میشم ببینید، ظاهراً تمام نیروهایی که به حال به اسلام به عنوان یک موضوع سیاسی که باید توی حکومت مشارکت داده میشه نگاه میکنن، برای این باورند که قرائت ویژه‌ای از اسلام رو دارند که اون قرائت میتونه نجات بده جامعه رو، یا در واقع این اندیشه رو نجات بده که اسلام قابلیت سیاسی شدن داره. به نظر میاد شما هم به حال معتقدید که باید یک قرائت خاصی رو شما دارید. در پاسخی که به سوال یکی از حضار داده بودیم برای تاکید کرده بودیم بیشتر که در جامعه آزاد آینده به نسبت آزاد آینده آزادی دین هست، فکر نمی کنم سوال این باشه. طبیعیه که هر حکومتی که ادعای آزادی داشته باشه باید شهروندانشون تو نوع عقیده دین آزاد بگذاره، اما سوال اینه آیا هیچ قرائتی از اسلام اساساً میتونه با دموکراسی سازگار باشه؟ چون به نظر میاد هر شکلی از حکومت دینی مستلزم سطحی از تفتیش عقاید و محدودیت‌ها برای سایرینه، خواه در قانون‌گذاری، در حقوق و خواه در سیستم آموزشی و قضایی. من با توجه به این خواستم بدونم که آیا در قرائتی که شما معتقدید دارید از اسلام سیاسی نسبت به 30 سال پیش تغییری ایجاد شده با توجه به این تجربه 30 سال پیش؟ شما میگوید که تأکید بر حقانیت خود میکنید، ولی بهتر است بگوید که چه اشتباهاتی هم کردید که نسل جدید اون اشتباهات رو نکنه. یه وقت هست که آدمی تانک دارد و توپ دارد و سازمان دارد و معنی سازمان مسلح و اینها دستش هم با این قدرت و خارج اون قدرت تو دست این اونه هست و به حقانیت احتیاج چندانی نداره، جز برای اینکه مردم رو به اصطلاح بگید من بهتر از اینه که بر شما بگید یه وقتش نه اینا رو ندارد. اگر حق و حقانیت هم نداشته باشه به ماتره باشنه، ما نداریم اونا رو، نه سازمانی داریم با توپ و توپن، نه در دست در دست هیچ قدرت خارجی داریم، نه امکانات مالی داریم، هیچ کدوم نداریم. اون چه که داریم حقانیت هست و در او تکیه کنیم، بر حق حقوق انسان و حقوق ملی تکیه کنیم. اگر هم معتقد نبودیم مبارزه میخواستیم بکنیم، چاره دیگری جز این نداشتیم، اما معتقدم هستیم. پس تجربه اگر دست امروز میخواد بکنه این است. این میخواد روی پای خودش بایسته، به خودش تکیه کنه. هیچ برنده تر از حقوق و عنوان وسیله نمیتوانه بیاره. این اول.
اما راجع به اشتباه ها چرا جون؟ در خیانت به امید 12 اشتباه شده. اشتباه هم دو جوره. اشتباه دستوری است، اون واسه سازمان های قدرت مداره که میگه اشتباه رو میکنه بعد برمیگرده همون کار رو تکرار میکنه. چون مثلا جنگ ایران عراق دیگه، آقای خمینی تا آخر رفت و با جام زهر سر کشید تمام شد. یکی نه، اشتباه روش تجربی است، یعنی قابل اصلاح، در جریان کار اصلاح می شود. ما از این نوع برای اینکه نسل جدید تجربه پیدا کنه باید ببینیم که این اشتباه به روش تجربی چه نوع بوده، چه جوری رفت شده که به کارش بیاد. اونا هم توضیح دادیم که اشتباهات ما اینها بوده، در تجربه این راحل ها هم پیدا کرده. چون وقت ما تنگه در باب این سوال اول شما همین اندازه عرض میکنم. اما انقلاب فرهنگی نه، همونطور که بعدها نوار آقای آیت منتشر شد، تا امروز فراوان منتشر شد، آخرینش مثل که آقای سروش ها یا بعد از اون هم مثل که هست. اینا همه در واقع این بود که دانشگاه ها پایگاه رئیس جمهوری است، باید این پایگاه را از دست رئیس جمهوری بیرون آورد. پس بستن دانشگاه ها و اون انقلاب فرهنگی بر ضد رئیس جمهور بود دیگه، نمیشد که من برم و از کاری که بر ضد خودم بود دفاعی بکنم. اون سخنرانی هم که شما میگید در دانشگاه، اگه توجه بکنید آخرین عملی که به اسم دانشجویان خط امام انجام گرفت همون ماجرای تعطیل دانشگاه ها بود. تا از اون به بعد دیگه هیچ عملی شما از این دانشجویان خط امام نمیبینید. چرا؟ به دلیل اون سخنرانی و عملی که پشتش داشت. اونجا گفتم آقا این حاکمیت مال مردمه، یه دسته که اشاره من وقتی حزب جمهوری اسلامی بود حق نداره که بدون اطلاع مردم هر روز یه بازی در بیاره، یه روز گروگانگیری را بندازه، یه روز بیاد دانشگاه تصرف کنه، انقلاب فرهنگی را بندازه. جامعه حساس بود، بعدم اون نوارها انتشار پیدا کرد در انقلاب اسلامی، جامعه حساسیتش زیاد شد، دیدن اون روش دیگه به کار کاربرد نداره، راه کردن. البته بعد کودتا کردن که اصلا دیگه محتاج هیچ کدوم از اون روش ها نباشن. اما میگید که پیشینه درگیری ها نه جونم، پیشینه درگیری ها که قبل از انقلاب و اینها بوده که مثلا ما از قدیم با هم سرده در کشتگی، نه این چیزا نبود. مبنا سر این است که این آقایان می‌خواستن دولت تصرف بکنن، استبداد خودشون رو برقرار کنن. همونجور که در نامه اون 6 نفر رهبران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمینی آمده که در عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی انتشار داد. خب یک سازش پنهانی هم اون که جامعه ایرانی هنوز هم نمیدونه لحاظ سانسوری که هست این است که آقا این یک سازش پنهانی انجام گرفته بود با دسته ریگان و بوش برای اینکه گروگان ها رو بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا آزاد بکنن، که اینا درست در لحظه ادای سوگند ریگان رها کردن. در ازاش اون دستگاه ریگان به اینا اسلحه بده و اینها رو بپذیره به عنوان رژیم ایران. خب حالا آقای خمینی از من میخواست این رو موافقت بکنم، نکرد. گفتم این نقض استقلال ایران است. نمیشه باید منتخب اول تاریخ این کشور نقض کند استقلال ایران رو از رهگذر یک زد و بند محرمانه کثیف که حاصلش حاکمیت ریگانیزم است برای امریکا و در اینجا هم خواهد شد استقلال. چون جامعه ایره نمیدونه میگه خب سر چی اینا با هم دعوا کردن، از کی شروع شده اختلافاتون،
نه اینجوری بود. بس یک قسمتش این زدوبند بود که اونجا حتی آقای بهشتی من گفت شما نامه رو ما بدید که اگر ما مسئله گروگان رو حل کردیم شما دیگه حق اعتراض نداشته باشید. گفتم آقا شما رو آقای خمینی کرده رئیس شورای قضایی به خلاف قانون. شما چرا حل کنید؟ این مقام سیاسی باید حل کنه. شما مقام قضایی به شما چرا حل کنه؟ ثانیا یه وقت هست که شما موافق حقوق ملی ایران حل میکنید محتاج نامه من نیستید. من اعتراض کنم من خراب میشم. یه وقت هست نه با تجاوز به این حقوق حل میکنید. من نمیتونم به شما نامه بدم که اعتراض نخواهم کرد چنان که میدونید بعد اعلام جرمم کردم. عامل دوم دو تا قرائت بود آقا از دین. میگم که از اسلام برداشت های این پاسخ سوال آخری شما هم میشه برداشت های فراوان وجود داره. نجونم دو تا برداشت وجود داره، یکی بیان آزادی، یکی بیان قدرت. بیان قدرتی که انواع فراوان داره، از توتالیتاریسم یعنی ولایت مطلق فقیه داره تا اسلام لیبرال داره، ولی همشون بیان قدرت. از دید من دین از خود بیگانه است. هیچ کدومشون اسلام به مثابه بیان آزادی نیست. اسلام به مثابه بیان آزادی قابل عرض است. اما این اسلام دیگه نمیتونه با قدرت از جمله دولت به مثابه قدرت ارتباط برقرار کنه. این مال آدم است. باید رابطهش فورا قطع کنه حتی با سیاست. اگر هدف سیاست رسیدن به قدرت باشه، اگر هدف سیاست آزادی باشه، استقلال انسان باشه، حقوق انسان باشه، اون یه مقوله اعلی حدیث به انسان ها مربوطه، ربطی به رابطه با قدرت نداره. اما اگر سیاست روشیست برای به دست آوردن قدرت و اداره قدرت، این با دین به مساوی بیان آزادی مطلقا سازگاری نداره. اما دموکراسی در صورت که حاکمیت مردم باشه، ولایت جمهور مردم باشه، اگر دین موافقت نکنه با دموکراسی به شما نخواهید داشت. واقع دین باشه. جامعه های غربی یک تحولی رو در یک دوران طولانی طی کردن. یک زمانی بوده که مسیحیت کرامت انسان رو کسی کلمه‌ش به کار می‌برد جرم می‌دونست، حقوق انسان قائل نبود، بسیاری رو گرفت آتش زد که شما چرا از این حقوق حد میزنید. یک جریان مثلا ایمانیزم به وجود آمد، رسالت انسان. بعد تحولها در دین به وجود آمد، پروتستانتیسم و خود کلیسای کاتولیک تحول کرد. الان شما میبینید که کلیسای کاتولیک طرفدار دو آتشه حقوق انسانه و این سازگار شد با دموکراسی. در اون طرف روسیه شما میبینید یه رژیمی داشته ضد دین رو همه خواسته عرض کنه، دین عقب مونده مونده، خودش الان شده از موانع رشد دموکراسی در جامعه روسیه. پس همه اونهایی که میخوان ایران دموکراسی بشود سود دارن در این که این دین برود به طرف اینکه بشود بیان آزادی، بیان حقوق انسان، به طور که انسان ایرانی راحت ببینه در آزادی و استقلال بهتر میتونه زندگی کنه، خوب میتونه زندگی کنه، لازم نیست که یک مستبدی برش حاکم باشه. عرض کنم به شما اما بوادلوب بله این آقایانی از خود گفت انسان بعدی حرفی زد که مبنا نداشت، دست پای خود آدم هم میدیده دیگه، دروغ پای آدم میچسبه به پس گردن آدم، بعد مجبور او رو توجیه و اندر توجیه کنه. اون آدمایی که اونجا شرکت داشتن خاطرات رو نوشتن، از جمله اونها رئیس جمهور فرانسه است. کلمه ای راجع به این که گزارشی از این آقایان به او رسیده در اون خاطرات نیست. میگه من هم مخالف رفتنش ها بودم. آقایان میگه ما
گفته شده که اینا گزارش مساعد دادن با تحول رفتن رژیم شاه و اون رئیس جمهور فرانسه هم گفته که من میرم اینها رو در اونجا تر میکنم و رفته تر کرده و نتیجهش خوب شده. هیچ هم چیزی نیست. برای که اون رئیس جمهور میگوید که در اون نشست من مخالف بودم با رفتن شاه، رئیس صدر اعظم آلمان هلموتشمیت که الانزم زنده است او هم مخالف بود. کارتر گفت که متاسفانه کار از کار گذشته، ما میخواییم شاه رو دیگه نمیشه نگه داشت، نظامش رو حفظ کنیم، شخص او رو قربانی کنیم. مثلا راه حل اونها حفظ نظام سلطنتی بوده با حفظ شخص شاه، نه خمینی. بعدم که آقای دکتر بختیار به من مراجعه کرد وسیله خواهرزادش آقای عباس خودی بختیار و من از آقای خمینی موافقت گرفتم با نخست وزیری او، آقای کارتر مانع شد. چون که در خاطرات خود او هم هست، در خاطرات قره‌باغی هم هست که اون آقا به ایشون گفته با آدمهای خمینی عبدن هرگز. بلا حتی اگر او مراجعه نمی کرد به اون آقای کارتر و نخست وزیری انقلاب رو میپذیرفت، زرس قاطع وضعیت تحول به این سمت و سو که رفت نمی رفت. برای اینکه اون دستگاه ها سر جاشون میمون، دیگه ستون پایه های جدید قدرت هم ایجاد نمی شد و می شد یه تحول آرامی رو به نتیجه رسونیم. عرض کنم به شما که ساعت 9 ما بخواییم برگردیم به جایی که از اونجا آمدیم حداقل 3 ساعت راه داریم، یعنی 12 شب میرسیم در راه. فردا شب من در هامبورگ باید صحبت بکنم. اگر اجازه بدید ما فرصت بدیم به نفر آخر و خیلی کوتاه مطرح بکنه سوالشون. میشه در فرصت 5 دقیقه جمع کرد؟ بله. من مطلب سوالی سوال داره، من تصدیق قبل از وقوع نکنم. یعنی اون به سوالش بیشتر زمان داره. بله. من در ایتالیا دعوت داشتم برای بعض از همین لایسیته، سکولاریسم لایسیته نیستم، کاملش همون لایسیته است که فرانسوی ها ادعا کردن و اون طرح رو ارائه کردم اونجا، مورد پسند عمومی قرار گرفت. اونجا مثل استادهای ایتالیایی جای دیگه هم بودن، ایرانی غیر از من نبود. خب چی به چی گفتن؟ گفتن به اینکه شما میگید نهاد دین یا بنیاد دین که کلیساست از دولت جدا، کار به کار هم نداشته باشه، این یعنی لایسیته. این کافی نیست، برای اینکه این انسان یه دفعه در مقام متدین به اون دین که مسیحیته تابع کلیسا هست که خودش یه دستگاه هست، یه قدرته، یه دفعه هم به عنوان شهروند تابع دولت هست. انسان آزاد نیست. دین رو غیر از که کلیسا رو باید از دولت جدا کرد، دین رو هم به هر مرامی را باید از دولت جدا کرد. دولت باید کامل بی‌طرف باشه. یعنی چون آخه میدونی که در لایسیته فرانسوی حالا رفتن رو خط همکاری ها، الان کلیسا با دولت در خط همکاری هست. گفتم دین باید از دولت جدا باشه به این دلیل که دین اگر بیان آزادی باشه که با قدرت نمیشه جمع بشه. دولت قدرته،
برای دموکراتیک خودت از این باید جدا کنیم. هنوز کافی نیست. اختیار دین باید دست هر انسان باشه. چجوری این اختیار به دستش میاد؟ اگر قرار بشه باید که یک مرجع تقلیدی رساله بنویسه شما عمل بکنید. اختیار دست اوست، دست شما نیست. هرچی رو لازم ببینه میگه این حلاله بکن، هرچی لازم دید میگه حرام نکن. درست؟ اختیار باید دست شما باشه. یعنی رابطه که الان هست بنیاد یا نهاد این رهبری کننده است، انسان وسیله است، هدف را هم اون رهبری کننده معین میکنه که حفظ قدرت خودش باید این رابطه را تغییر داد. انسان باید بشه رهبری کننده، وسیله بشود بنیاد. در مورد مدرسه هم همینطوره، در مورد بنیادهای دیگه هم همینطوره. هدف را هم باید انسان معین کنه. مثل که شما بخواد به پیشه پزشک، این شما که باید تشخیص بدید که این پزشک معالج شما میتونه کی باشه، یا اصلا نرید پیش پزشک، آزادی مال شماست. به این ترتیب دین دیگه وسیله قدرت نمیشه. در اصلا هیچ کدوم بگیم در اونجا وقتی نشد مال شما شد، حتی از اختیار روحانیت هم آمد بیرون، در اختیار شما شد، دیگه نمیشه به عنوان وسیله به کار برد برای اینکه مثلا دولت اسلامی درست کنم. اینکه در عمل دیدیم نه دولت دینی. آقای یه بحثی هم یکی از دوستان کرد با آقای منتظری، متاسفانه با مرگشون نیمه تمام، یعنی نزدیک به تمام شد ولی میمون بعضی چیزهای دیگه هم روشن میشد، ولی خیلی پیشرفت شد، ایشون خیلی چیزها رو پذیرفت. آقای جعفری اونها هم منتشر کرد گفتگوها رو. صحبت هم سر همینه که این اختیار دین وقتی دست انسان هست و دست روحانیت نیست، دست دولت هم نیست، پس این رو نمیشه به عنوان وسیله به کار برد و این یک آزادی بزرگیست برای بشریت. اونجا در بحث ایتالیا این خیلی پسند شد. اونجا گفتن این تحققش آسان نیست، تحققش آسان نیست، برای که ما میدونیم نظر تو انتخاباته. خب طرف نامزد که میخواد بشه حواسش جمع جوری حرف بزنه که اون کاتولیکی هم بره بهش رای بده، پروتستان هم بره رای بده، یهودی هم بره، مسلمان هم بره رای بده. در فرانسه این رفت اینجور شده، چهار روحانی از چهار مذهب دین آمدن به نفع آقای شیراک، چون رقیبش راست افراطی بود. مردم رو دعوت کردن برید به آقای شیراک رای بده، ولی که طبق رئیس دین حق نداشتن این کار بکنن، او هم حق نداشت اینا رو به این کار بده. بله میدونم مشکله، اما الگو میخواد هر چیزی. اگر ما بدونیم که آقا این الگو دین باید بشود بیان آزادی، تازه مال شما تنها میشود هم کافی نیست، در اینکه شما وقتی بیان قدرتی میشه خودت میشه قدرت مدار، باید بشه بیان آزادی. اختیارش هم دست انسان باشه، ربطی هم به نهادها نداشته باشه، یعنی نهادها نقش وسیله ای عبور داشته باشن. انشاءالله که روشن. خب خیلی از حوصله شما سپاسگزار از اینکه منو در جمع خود پذیرفتید و فرصت دادید که بحثی رو با شما در میان بگذارم. از شما سپاسگزارم. امیدوارم که به راه اتحاد بروید و بنای یک ایران آزاد و مستقل رو بگذارم.